بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که آخر هفته رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشتید و امروز دوشنبه هر جای دنیا که هستید اوقات بهتری در انتظارتون هست. اینجا این دو روز گذشته و حتی امروز ماجرای خرگوش بازی و نمیدونم تخم مرغ رنگی و خیلی جالبه. توی عید ما ایرانی ها تخم مرغ رنگی داریم، توی اینجا هم تخم مرغ رنگی داریم، کلیمی هم تخم مرغ رنگی دارن. این ماجرای تخم مرغ و مرغ هیچ وقت حل نشد. خب امروز ساعت 3 بعد از ظهر با یکی از دوستان از شمال آمریکا با شما خواهیم بود و میخوام از ایشون بپرسیم که شما کی هست، هدفش چی هست، از بیکاری روی فیسبوک فعالیت میکنه یا اینکه واقعا هدفی داره. ولی قبل از اون اجازه بدید که من این فیسبوک رو بهتون نشون بدم. شما هم اگه دوست داشتید این کار رو انجام بدید، خیلی ثواب داره. یک در این دنیا، صد در آخرت نصیبتون میشه. و اما اینجاست، 4:03 و بله اینه. ببینید این تصویر رو که میبینید، این پایین عکس من مینویسه شیر، کلیک میکنید و برای دوستانتون میفرستید یا ما اینجا میزنیم به پیجی که منیج میکنیم، میگه کدوم پیجه، پیجی رو منیج میگیم مردم تیوی، اینجا مینویسیم سوربی با مردم. و من همیشه گفتم، حالا میگم، خیلی جالبه مخصوصا برای ما که کمی سنمون بالاتر هست، هر روز میایم یه پروگرامی رو باز میکنیم یه چیزای جدید بهش اضافه کردن، جوونا فوری به اصطلاح متوجه میشن، ولی ماها هم میترسیم. در هر صورت فیسبوک امروز اصلا سیستم پروگرام زنده رو عوض کرده، یه مشت ماسکی گذاشته، ماسک خرگوش، یه مشت ماسکی نمیدونم بالون فلان، اینها بمانند. هدف اینه که ما با شما باشیم که هستیم. و اما چند تا از دوستا تماس میگیرن و هر روز هم داریم که آقا ما برنامه های زنده شما رو از روی تلویزیون مردم، وبسایت مردم نمیتونیم تماشا کنیم و مجبوریم یا فیسبوک یا اینکه صبر کنیم روی یوتیوب یکم دیرتر. روی یوتیوب هم ما میتونیم همون موقع زنده بذاریم، ولی دیگه خیلی کار برای من داره، منم اینجا ترجیح میدم یه کار درست انجام بدم تا 10 تا کار نیمه تمام نیمه تمام نیمه تمام. ماجرای براوزرها یا موتورهای جستجوگر، خب اوائل همون یکی بود اگه اشتباه نکنم اینترنت اکسپلورر بود مال ویندوز و سفاری مال اپل یا مک، راحت بودیم. بعد هی رقابت اومد، درسته که بعضی وقتا رقابت که میاد خوب میشه، چیزها ارزون میشه، کیفیت میره بالا و اینها، ولی بعضی وقتا هم این وسط یه چیزایی فدا میشه. الان چیزی که فدا شده این فایرفاکس که خیلی ها ازش استفاده میکردن چون نه متعلق به شرکت ویندوز بود نه مک و مستقل بود و اینها، این هم شروع کرده اطفال ریختن و نمیذاره شما به اصطلاح ویدیوهای ویندوز رو ببینید. الان من اینجا بهتون نشون میدم که شما ببینید کجا به کجاست، نقل کجاست، زن پسرمه. و اصلا ناراحت نباشید، شما تنها نیستید که این مشکل رو دارید، همه ماها داریم. چیزی که هست گاهی وقتا مجبور میشیم هی بریم دنبالش، تحقیق کنیم و راه حلی رو پیدا کنیم. ما اینجا میزنیم هوم پیج ما اون صفحه آرشیو قدیمی تلویزیون مردمه، بعد از اینجا میزنیم هوم. شما نگاه کنید اینجا، اگر از فایرفاکس باز میکنید ببینید یه کمی اولا با تأخیر، بعد این آگهی های گوگله. مثلا من چون داشتم هارد درایو نگاه میکردم، حالا اینا میخوان کامپیوتر و هارد درایو برای من بفروشن. دوستان اگه میایین اینجا عکس میبینین نمیدونم زن چینی، زن روسی، دخترای سینگل عربی،
اگر خودتون قبلا رفتید اونجا تقصیر خودتونه، اگر نرفتید کسی که تو خونتونه، حالا یا شوهرتون یا زنتون، اون داره دنبال سکس و دنبال زن و این چیزا میگرده. براتون یه بار تعریف کردم که این دوست خوب ما حمید آقا داشت برای یه تلویزیونی صفحه‌ای درست میکرد، بهش گفته بود که چه صفحه‌ای برات درست کنم، گفته بود صفحه تلویزیون. این بهش گفته بود که صفحه تلویزیون مردم خیلی پرکتیکاله، آگهیش خودشو داره، آگهی گوگل رو داره، برنامه زنده رو داره و همه چی. گفت اون طرف گفت نه 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 آقا، این بغلش عکسای سکسی نشون میده. طرف گفت من از خنده توی این به اصطلاح آفیسمون، توی این دفترمون افتاده بودم رو زمین و دیگه روم نشد بهش بگم که بابا جون حتما خودت رفتی عکسای سکسی نگاه کردی، حالا کامپیوترت میفهمه که شما دنبال سکسی برات عکس میفرسه. حالا غیبت بس دیگه، بیایم اینجا. اینجا میبینید دوستان، این الان از موقعی که فایرفاکس شد 52 دیگه باطل شد. چجوری میفهمید فایرفاکس چیه؟ اینجا بگیم گوشه میزنید بعد فایرفاکس براتون ورژنشو مینویسه، مینویسه 52 02 فلان 32 بیت what's new. حالا بمانه این ماجرای 32 و 64 و 86 هم خدا لعنتشون کنه که هی آمدن گفتن کامپیوترها 64 بیت شده فلان شده، ولی همه پروگراما، همه مخصوصا اونایی که پروگرامایی هستن که کار میندازن کامپیوترتون، اینا هنوز روی 32 هم. در صورت اگر با فایرفاکس هستی خدا بیامرزتون، ولش کنید ببندینش. ولی اگر اینترنت اکسپلورر که من الان براتون باز میکنم، ببین همون صفحه رو من با اینترنت اکسپلورر باز میکنم، اینجا بهتون الان نشون میدم که چگونه هست. Select area، بله از اینجا تا به اینجا. ببینید این صفحه که این یک دیگه از سوالات منم اینه، کامپیوترها قدیم چارگوش بود، همینجوری این صفحه چارگوش رو ساختن، حالا که مستطیل شده هنوزم اندازه وبسایت ها اینجوریه. البته بعضی وبسایت ها هست که خودش اتوماتیک باز میشه. حالا من از دوستمون خواهش میکنم این وبسایت جدیدی که داره راه میندازه و اینها اونجوری باشه، ولی یه جورای عقبیم تو این کارهای کامپیوتر اینها. ببینید دوستان، اگر سیستم شما، کامپیوتر شما ویندوز هست، نه آیپد و اپل و نمیدونم یکی دیگه چیه، حالا لپتاپ هم بعضی هاشون سیستمش ویندوز هست، اینجا وقتی میای مردم tv.com، ببینید الان صحبت هم میکنه اونجوری باشه، ولی یه جورای عقبیم تو این کارهای کامپیوتر اینها. ببینید دوستان، اگر سیستم شما، کامپیوتر شما، اگر شما اگر ویندوز دارید، بهتره که از اینترنت اکسپلورر استفاده کنید. باورتون میشه همون اینترنت اکسپلورر هم اومده اینا مثلا خونه خودشون هم آشو چنگال میدوزن از خودشون. یه دفعه سالها پیش وقتی من این برای هیلری کلینتون انتخابات اینا خیلی زیاد مسافرت میرفتم، به خانمم گفتم که من اگه یه سری دیگه برم مسافرت بیام، تو خونه که میام حوله میدوزم، فکر میکنم اومدم هتل. در هر صورت این اومده یه چیزی به نام ایج، براوزر اینترنت ایج به جای اکسپلورر درست کرده، علامتش هم همین ای گذاشته که مردم متوجه نشن. یه کمی چیز کنین از اون گذاشته تماس بگیرید، اگر بخواین با همدیگه این مشکل رو حل میکنیم. من خودم اینجا 3 براوزر دارم، فایرفاکس دارم، اینترنت اکسپلورر دارم و اون یکی کروم که مال گوگل هست و هر کدوم از اینا یه برنامه توش بالاخره اشکال داره کار نمیکنه. نترسید، جا نزنید، نبرید و پر انرژی پیش برید، انشالله موفق باشید. و اما دوشنبه است امروز 17 آپریل 2017 برابر با 28 فروردین 1396. اون دوستی که درباره خلیج فارس با صحبتایی که دوست ما همشهری ما کرده بود و گفت که من یه پاسخی میدم و یه برنامه درست میکنم و قرار شد ایشون تهیه کننده باشه، ما هم اینجا کارگردان یا کارگردان فنی چی میگن اینجا
پی ای هم میگن پرودوسر اسیستنت، یعنی کمک تهیه کننده. ایشون یکم ما رو گیج کرد امروز، به نظر میرسه که الان هم خونه یا محل کارش نیست و به من گفت که من این عکس‌ها رو فرستادم، ویدیو رو فرستادم و اینها، و دو تا هم نوار میفرستم که شما پخش کنید. گفتیم باش، ما این دو تا نواری گرفتیم و عوض کردیم و گذاشتیم دستگاه و اینها، دیدیم آخر نوار دومی هم قشنگ خداحافظی میکنن و برای شما آرزوهای بهترین ها رو دارن. بعد یه دفعه دیدم یه ایمیل دیگه آمد که ببخشید نتونستم تو دو تا تمومش کنم، شد سه تا. بعد من برایش نوشتم آقا تو دومی شما خداحافظی کردی، برنامه رو بستی به قول معروف، این حالا برای هفته آینده است. خلاصه ما منتظر ایشون، ایشون هم معلوم نیست که کجاست، ولی در هر صورت من این شماره یک و دو رو براتون پخش میکنم امروز بعد از، یا میخوان یک کمیش الان گوش بدیم؟ اجازه بدید. خلیج فارس ام فور بفرم. سلامی گرم و درودی داغ تقدیم حضورتان، که امیدوارم با آبهای فیروزه‌ای همیشه گرم خلیج فارس هرگز سرد نشود. امروز میخواهم از بیننده محترم شیرازی که از آقای سربی به علت عدم گفتن نام فارس پس از خلیج انتقاد کرده بودند و موجب این گفتار شدن سپاسگزاری کنم. اعتراض این بیننده جناب سربی را به سوی این پرسش برد: مگر عرب‌ها سهمی از خلیج ندارند؟ اجازه فرمایید گفتاری درباره نام این خلیج خدمتتون تقدیم کنم. خب اینو من براتون آخر برنامه پخش میکنم و اون بنده خدا ایراد نگرفته بود، پیشنهاد کرده بود. خیلی تفاوت انتقاد، ایراد، نق زدن که من معمولا انجام میدم و پیشنهاد. ایشون گفته بود برای که کسی دیگه‌ای یه وقت ایراد نگیره، البته خب خیلی سیاستمدارانه شاید همون انتقاد کرده بود که من چرا نگفتم، و من براش گفتم که حتی توی ایران، توی شیراز، توی لار، وقتی ما مسافرت میرفتیم، وقتی میگفتن طرف خلیج کار میکنه، دیگه معلوم بود که یا این امارات متحده است یا نمیدونم قطره یا دبی یا بحرینه. دیگه حالا ما نمیپرسیدیم کدوم خلیج، خلیج فارس، خلیج عربی، خلیج مکزیک، خلیج خوکها، میدونید که این بیمون. البته در اصل براتون پخش میکنم، خودشون صحبت کنن بهتره. از این بابت ممنونم از ایشون. شما هم میتونید مثل ایشون، حتی اگه نمیخواین تصویرتون نشون داده بشه، با صدا برنامه بفرستید و ما براتون پخش کنیم. و این از این. امروز آخرین روزیه که شما توی آمریکا باید تکستون رو آماده کنید و فردا پستش کنید. حالا معمولا 15 آپریل، چرا این دفعه میشه 18 دیودیت؟ دیودیت یعنی مهلتش، سررسیدش اون موقع است و با این باید مهر استمپ به اصطلاح پستخونه. ببینید وقتی پست میاد چه جالب، اتفاقا این مال هم دلیگیت این منطقه است، هم تاریخی که زده اگه نگاه کنید 15 آپریل. ببینید شما وقتی اینو اینجوری، ببینید اینو میفرستید به پستخونه و به اصطلاح مهر میزنه 15 آپریل، دیگه شما اوکی هستید. بعضی ها دیگه از ترسشون و از ترس این دولت و اینها برمیدارن دو قبضه، سه قبضه، و بعضی وقتا میگن کار از محکم کاری عیب نمی کنه، ولی خیلی وقتا شده از محکم کاری زیاد عیب می کنه. حالا اونایی که ممکنه مثل من تنبل بوده باشن یا کاغذشون آماده نباشه یا مثل آقای ترامپ یک کلک در کارشون باشه، نخوان فعلا ماجراهای تکسی و اینا رو، تکسی رو، تکس و مالیات و برای مالیاتی رو نشون بدن، میان 6 ماه از دولت وقت میگیرن، بهش میگن اکستنشن. اکستند کردن، شما مثلا سیم برق هم که میگیریم بهش میگن اکستنشن کورد، یعنی این سیم برق رو از اینجا تا اونجا میکشید، دراز کردن بودن درست، مهلتش رو زیاد کردن. ولی خیلی جالب، اداره مالیات بر درآمد میگه نخه، به این سادگی هم نیست. شما اگه میخوای 6 ماه دیگه وقت داشته باشی تا مالیات تو اینا، بله پدرت فوت شده، نمیدونم
بچه عروسی کرده، خودت مسافرت بودی، مریض بودی، کاغذ یه شرکت کار کردی برات نفرستاده، هزار و یک دلیل. میگه ما اینجا کاری به این چیزا نداریم. شما اول به ما بگو که فکر میکنی چند بدهکاری، بدهیرم بفرست بیاد، بعدن از ما بخواه به 6 ماه وقت بدیم. جالب اینجاست که اگه شما این پولو کم بفرسی، بگی من فکر میکنم اینقدر مالیات میدم بفرسی، بعدن چیز باشه جریمه میکنن، پنالتی. و بهترین کار اینه شما یک سال وقت دارید، از 15 آپریل این سال تا 15 آپریل سال دیگه کاغذاتون رو ردیف کنید، ورقهاتون رو ردیف کنید. خود من خیلی آدم مرتبی بودم، هر نامه‌ای که میومد اینو از تو اون شرکت بیمه‌ای که کار میکردم یاد گرفته بودم. به ما گفته بودن شب باید روی دسک شما، روی این میزتون، میز کارتون هیچ پرونده‌ای نباشه. هر کاغذی باید بره توی پوشه، هر کاغذی باید به کامپیوتر زده بشه، هر چی که میمونه که قرار فردا انجام بدید اینو میذارید اینجا. یک کشو نبود، یه طبقه بود، این که به اصطلاح فردا اول صبح که میاین دنبال این کارا باشه. ما این شده بود دیگه، به اصطلاح میگفتن ملکه، شده بود ملکه، نمیدونم فکرمون رو این کارو انجام میدادید. چند مدتی به خاطر همین برنامه‌های تلویزیونی و یه مدت هم به خاطر کلکل کردن رو فیسبوک با یه نفر، اون مینویسه آقا چرا چی من پاک کردی، میگیم بابا ما پاک نکردیم، میگه نه آقا پاک شده، مگه شما وطن پرست نیستی؟ ما حال بهش میگه شما بیا وطن پرستی رو توضیح بده و اینا. بی خود وقت خودمون تلف کردیم، این کارا عقب افتاده. امروز دیدم که چقدر اونایی که کارشون عقب میفته بیشتر کار میکنن. دوستان باور کنید آدمای تنبل چون راحت طلبن خیلی مرتبن و سر موقع کارشون انجام میده. نامه میاد میخونه، آقا این پول آب، پول برق، حالا ما پول برق و گاز اینجاست، باید فردا صبح علل طلوع پرداخت کنیم. این میذاره اینجا پرداخت کنه، این بله مثلا نامه بیمه است، نوشته پول شما رسید، تاریخ میزنی شما فلان تاریخ رسید، میذاریش تو پوشه مربوطه، تموم شده. ولی وقتی همه رو میذاری بعد دنبال یه کاغذ که میگردی، 10 بار اینا رو ورق میزنی اون کاغذ پیدا نمیشه، روز دیگه که داری دنبال یه کاغذ دیگه میگردی اونو 10 بار میبینی. در هر صورت مرتب باشید، منظم باشید و مخصوصا در رابطه با IRS یا Internal Revenue Service یا اداره مالیات بر درآمد. میدونم حالا خیلی از شما ایرانی میخندیم، میگه این چه خله، این مالیات میده، ما مالیات نمیدونیم چیه. ندید، هر جوری دلتون میخواد. خب ممنونیم، فرید دوستمونم آمد، آقای فریدون عزیز. و جمعه شب، نه شنبه شب، شنبه شب جای شماها خالی، رفتیم برنامه آقای ماز جبرانی رو دیدیم. عجب برنامه ردیف کرده بود. قبل از خودش هم آقای تهران آمد، اون جوونی که سیاه‌پوست هست و ایرانی، و خیلی قشنگ برنامه خوبی بود و حقیقتا 2 ساعت یعنی 100 دقیقه 110 دقیقه رو ما خندیدیم. اگر نیومدید و ندیدید از کفتون رفته. اگه جای دیگه این برنامه رو میذاره حتما برید بلیتشو بگیرید و برید، اگه نه دیگه وایسید تا روی نتفلیکس بیاد. اینم از امروز. بعد از برنامه خودم، برنامه این ویدیو آدیوهای این دوستمون رو پخش میکنیم و امروز 1 و 2 رو پخش میکنم، مگر اینکه این دوستمون برسه و بگه من منظورم هر ستای آدیوها بوده اونو پخش میکنم. البته خیلی هم طولانی میشه. من پیشنهاد میکنم اونایی که برنامه ندارن مثل ما که نشسته باشن یکی از موشون ایراد بگیره، یکی از عینکشون ایراد بگیره، برنامه ها رو 10 دقیقه ماکسیموم 15 دقیقه به اصطلاح لیمیت کنن، محدود کنن و به قول آمریکایی‌ها رپش کنن، کلوزش کنن و برنامه بعدی. و اما برنامه سربی با مردم، برنامه این دوستمون در مورد خلیج فارس، از خلیج فارس. بعد از اون برنامه چند دقیقه فیلمی هست از آقای رضا صفدری. آقای رضا صفدری، من از طریق این دوستمون مینا خانم آشنا شدم، اصلا ایشون رو نمیشناختم، ولی کسی هست که با وجودی که تو تلویزیون ایران گوینده و مجری بوده، توی رادیو و تلویزیون ایران، یه جایی
اونجا نیذاشته به اصطلاح شجاعت شهامتش اون حقوقی که میگیره جلو اونها رو بگیره و ارجا حرف حقی بوده زده و اینها. خیلی ها باور دارن که به خاطر همین حرف حق زدن جان خودش رو هم از دست داده. اون ویدیو رو هم چند دقیقه هست براتون پخش میکنم. متاسفانه اون ویدیو رو وقتی پخش میکنم روی یوتیوب نمیتونه باشه، روی فیسبوک اون به اصطلاح زیر برنامه لینکش رو میذارم که از وبسایت از یوتیوب خود خانم مینا خانم پخش میشه، و ولی تا چهارشنبه که برنامه ها تکرار میشه هر روز توی تلویزیون مردم میتونید تماشا کنید. پس راه‌های مختلفی بهتون گفتیم که ببینید یوتیوب، که روی یوتیوب هم سعی میکنم لینک اون ویدیو آقای رضا صفدری رو پایینش بذارم. بذارید من یه چیزی به شما بگم، خیلی ها اصلا نمیدونن که روی یوتیوب وقتی میرن میتونن این پایین یه کارایی انجام بدن و بیشتر ببینن، بیشتر بدونن. بذارید مثلا من اینجا بیارم، اینجا برنامه های سربی با مردم و تمام برنامه های تلویزیون شما به اصطلاح اینجا. چی یاد گرفتن از همه چی بهتر و لذت یاد دادنم از همه چیز بهتر است. ببینید ما روی آرشیومون وقتی شما میان، این الان چند ماه این روش رو گذاشتیم که شما تا میای آخرین برنامه ما رو میبینید، این مال 14 بوده، بعد این مال 12 بوده، این مال 10 بوده، همون روز 7 مال آقای افشارا بوده و همه رو یه جا میبینید. به نظر من یک کمی به اصطلاح پرکتیکال تره، بهتر میشه باهاش کار کرد. حالا وقتی اومدید اینجا نگاه کنید، این برنامه مال روز جمعه است. بذار من براتون اینجوری بازش کنم که بهتر ببینید. صداشو بستم که یه وقت این آقا رو میبینید حواستون پرت نشه. ببینید این، خب اینجا نشون میده تا حالا 518 نفر از اینجا اومدن نگاه کردن. من هنوز نمیدونم، مثل که از فیسبوک که نگاه میکنن اگر روش کلیک کنن بیاد روی یوتیوب، یوتیوب میشماره. اگر از توی همون فیسبوک نگاه کنن نمیشماره. اگه 500 تا اونجا نگاه کرده باشن این نمیشه 1000 تا، میشه همون 500 تا به اضافه 1، ولی مطمئن نیستم. حالا مهم هم نیست، ولی یه کسی مثل آقای خسرو بهرامی که میگه من رفتم نگاه کردم 50 نفر بودن، آقای بهرامی اصلا کانسپت این چیزها رو نمیدونه، برای خودش یه دنیایی ساخته، توی اون دنیا هم داره زندگی میکنه. دوستان وقتی یه ویدیویی رو میبینید، اینجا اسمش هست، اینجا تاریخش هست، اینجا عنوان برنامه هست، یکم که میای پایین‌تر اینجا ببینید، چرا اینجوری شد؟ نه قرار شد که این باشه کامرای 3. بله ببینید مثلا اینجا یکم میای پایین‌تر نوشته شو مور، یعنی بیشتر نشون بده یا بیشتر ببینم هر چی شما میگی. بعد اینجا من میتونم گذاشتم مثلا مردمریپورت.com، facebook.com مردم تی وی، مردمتیوی.com، توییتر مردم تی وی. میتونم حالا این پایین برای برنامه امروز اون لینک یوتیوب آقای رضا صفدری رو هم اضافه کنم. اینم کارهایی که ما دیگه وقتی که محدود میشه به اصطلاح کارامون باید یه جوری دیگه از یه جای دیگه به اصطلاح استفاده کنیم. یه جوکی از میگن چند تا ایرانی نشسته بودن توی اتوبوسی یا توی قطاری خیلی صحبت میکردن، اینا مسافرها تصمیم میگیرن اینا رو گوشه به گوشه این ور اونور بشونن که اینا با هم حرف نزنن. میگه وقتی یک شو میذارن اینجا، یک شو مثلا میذارن اونور، دیگه این نمیتونست با هم حرف بزنه، اشاره میکنه میگه چطور شده، چه خبر شده، باز اقلا با دست. حالا ما هم همینجور امروز میتونم بگم بعد از 2 سال 3 سال یه دوست هنرمندی که خیلی هم سر و صدا را انداخت، یه خانومی هست که حالا اگر برنامه‌هاش شروع کنه اینها حتما میبینید و یادتون میاد که چه سر و صداهایی را انداخت توی رادیو تلویزیونای ایرانی و توی جامعه ما ایرانی. ایشون و دوستشون یا نامزدشون یا همسرشون قرار بود که یه سری برنامه‌هایی رو بذارن اینها، ولی یه فامیلی دارن، اون فامیله یه عقب افتاده‌ای از همین تلویزیون دارا و اینها که خود من کمکش کردم تلویزیون بزنه. در صورت فکر میکنم رفتن با ایشون صحبت کردن و
اونم بهش مثلا مسئله میگم، گفته بابا نه خودم براتون درست میکنم. بعد اون آدمی که از تنبلی نمونه است و بمانم. پس دوستمون داره میبینه برنامه رو، خیلی خوشحالم. از کجا میبینید؟ از فیسبوک. آره شما رو فیسبوک هم هستید، از فیسبوک ببینید. خلاصه امروز برای من نوشته بود که ما مایلیم تلویزیون خودمون رو داشته باشیم. دوستان من برای بار هزارم میگم، یه زمانی تلویزیون داشتن آرزو بود و آرزو بر جوانان عیب نیست. الان دیگه به حقیقت پیوست. شما با تلفن دستیتون میتونید از هر جای دنیا به اینترنت که وصل باشید میتونید برنامه بذارید، برنامه زنده بذارید. یه زمانی برنامه زنده داشتن خیلی هنر بود، باید همه چیز حاضر باشه، طرف خیلی به اصطلاح مسلط باشه، چون برنامه ضبط شده اگه توپق بزنه یا اگر اشتباه کنه قطعش میکنن، کاتش میکنن، میچسبوننش به هم دیگه نشون میدن. برنامه زنده این صحبتی که از دهن مجری در میاد دیگه آمده تو فضا و رسیده و کارش هم نمیشه کرد. و بعض وقتا خیلی ها پیشنهاد میکنن که اول برنامه زنده نداشته باشید، اول برنامه های اینجا میگن پری ریکوردد، یعنی از قبل ضبط شده داشته باشه. در صورت خوشحالم که این دوستمون به اصطلاح به من گفت و من به ایشون گفتم که توی برنامه سعی میکنم توضیح بدم، چون شما تنها نیستید و این ما بین دعوای شرکت های بزرگ گیر افتادیم. اگر میخواییم مثالش خیلی قشنگ براتون معلوم بشه، مثل این میمونه که دو نفر توی خیابون یا بر اثر حماقت یا بر اثر عصبانیت با هم دعوا میکنن. شما آدم خوبی هستی، آدم خیرخواهی هستی، میای این وسط که بابا اینا نزنن پیرن همدیگر رو تمیز کنن، پاره کنن، تمیز کنن. میگم برنامه زنده مشکله، یادتون باشه. میای جلو، بعضی وقتا شما ممکنه دو تا مشت بخوری از دو طرف، دو تا دندونت بشکنه، بعدم تازه دوتاشون از شما ناراحت میشن. اون میگه تو منو گرفتی نگذاشتی من اونو بزنم، اونم میگه تو منو گرفتی نگذاشتی من اونو بزنم. کتکتون رو خوردید، دوستاتون هم دلخور شدن و الی آخر. اینه که تو آمریکا وقتی دعوا میشه طرف کاری که میکنه دوربینشو در میاره وای میسه بیرون ضبط میکنه. قبلا هم که دوربین تلفن اینجوری نبود به این زیادی، وای میسادن تشویق میکردن. اگه یک کسی مثلا یه سیاه‌پوستی با یه سفیدپوستی دعوا شده بود، اونایی که سیاه‌پوست رو دوست داشتن هر وقت این مشت می‌زد تشویق می‌کردن، اونایی که سفیدپوست رو الی آخر. در هر صورت روزگار غریبی است نازنین. و اما این دوستی که امروز ساعت 3 به وقت ما و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا مهمون ما هستن، میخوان درباره شفاف سازی وظیفه رهبر اپوزیسیون و جلوگیری هجوم چاپلوسان رضا پهلوی صحبت کنن. من یه چند تا از میدونید هر کسی یه چیزی مینویسه یا یه عکسی میذاره به فارسی میگیم نصب کردن. الان شما اگه بگی پست کرده طرف زودتر میفهمه. اصلا بگی شیر کنید، کامنت بذارید، پست کنید، نمیدونم اینا رو مردم چون رایجه. ولی نصب کردن فکر میکنه حالا شما باید یه نردبون بیاری با میخ و چکش بری بالا تق 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 یه آگهی رو نصب کنی. درست چیزایی که ایشون پست میکنه توی فیسبوکش به نظر من بحث‌انگیزه، از این لحاظ که اولا ایشون فکر کنم اگه همسن من نباشه از من مسن‌تره. بعد شما اگه میخوای مردم رو به یه راهی دعوت کنی، شما نمیتونی با فوش و فضیحت بگی بیاین دنبال من. مثلا یه جایی دیدم ایشون نوشته برای مبارزه با وایس آف امریکا بیاین اینجا ثبت نام کنید. آقا با رادیو تلویزیونی که دولت آمریکا برای منافع خودش گذاشته شما چجوری میخواین باهاش مبارزه کنی؟ بعد شما به طرف میگی اول بیا ثبت نام کن، بگو برای چی. شما ثبت نام کردی، اسمش هم گرفتی، فردا این آمدی اون کنار اضافه کردی که ما داریم نفر میگیریم برای آیسیس یا مثلا برای داعش. این کارای ما من نمیدونم چرا همش از پایه و اساس خرابه. نمیدونم.
همین دلیلی که سوربی میگه کارمون خیلی خرابه. خب آقا سوربی آمد اسمشو نوشت برای شما، نوشت کدبان فلانی، نمیدونم با امید اهورامزدا، بله بریم به جنگ وایس آف امریکا. کجا؟ مثلا شنبه که آقای فلاحتی میاد اینجا میخواد چلو کباب بخوره یا کله پاچه بخوره، بریم ماشینش بزنیم خورد کنیم؟ خب این بنده خدا کارمند اونجاست، میره اونجا کاغذها رو دادن دستش میخونه که بعد که میاد حالا سالی 60,000 دلار، 50,000 دلار، هر 100,000 دلارشو بگیره بره به زندگیش برسه. و اگه این نباشه یکی دیگه میره. اینا که خودشون تهیه کننده برنامه نیستن، تازه گیرم که تهیه کننده برنامه باشه. این برای کی برنامه تهیه میکنه؟ برای اونایی که دیدید قربون صدقش میرن، آقا مهدی فلاحتی عجب مبارزه ای میکنه با آخوند. حالا برو توی مهمونی دیگه یکی میگه آقا خود این مأمور نمیدونم آخوند است. ولی هم اون که میگه مأموره، هم اون که میگه مبارزه میکنه، ما اینو میذاریم کنار. من میخوام اینم، شما با رادیو تلویزیونی که بودجش از دولت آمریکا، از وزارت امور خارجه تأمین میشه، میخوای مبارزه کنی چیکار کنی؟ اینا بیان بشن بلنگو شما؟ این همه بلنگو هست، برو استفاده کن. یه دوستی نوشته بود که آقا اگه آقای رضا پیرامون یا رامین پیرامون دنبال هنرپیشه میگرده، من سابقم اینه، من اینجا کار کردم، اینجا کار کردم، اینجا کار کردم. آقای رضا پیرامون هم نوشته که نه، من نمیخوام هنرپیشه‌های معمولی استفاده کنم، من چون سناریو قوی است میخوام از بهروز وثوقی و گلشیفته فرهانی و اینا استفاده کنم. قربونت برم، اینجا تو مریلند 3 بچه 2 دوربین برداشتن راه افتادن تو جنگل، یه داستان الکی برای خودشون. اینجا به اینا میگن ایندی مووی، ایندیپندنت مووی، یعنی لو باجت، با هزینه خیلی کم، با دوربینای غیر پروفشنال. که البته این روزا انقدر دوربینا خوب شده، شما دوربین تلفن اگه نگاه کنید، خیلی از گزارشایی که میبینید دوربین تلفنه، خیلی از گزارشایی که میبینید این دوربینای گوپرو که برای ورزش و اینا هست و قشنگ همون صفحه بزرگ و اینها رو میبینه و کیفیت هم 1080، این روزا دیگه فکر کنم 4K یعنی 4000. در هر صورت آقای رامین پیرامون امیدوارم موفق بشه. ولی دوست عزیز من، اگر سناریوی شما قوی باشه و نمیدونم شما کارگردان خوبی باشی، تهیه کننده خوبی باشی، شما فیلمای موفق ایران رو نگاه کن. معمولا کسایی بودن که یه هنرپیشه‌ای رو از تو کوچه بازار آوردن و کارگردانه اونو هنرپیشه کرده، نه هنرپیشه آمده فیلم شما رو فیلم کرده. شاید نظر من اشتباهه. در صورت آقای رامین اعتبار دوستم، برای آقای رامین اعتبار، آقای یه دوستی داریم دکتر شیرازی هم از رامین اعتبار، این وقت هم خیلی برای ما هستیم بالو پایین میکرد برای جنبش هسته پسته نمیدونم فلان، بعد دید بابا اینا بی خودن رفت دنبال کار کاسبی و زندگی و پول در آوردن. در هر صورت آقای رامین پیرامون میگه که نه، دنبال هنرپیشه‌های خیلی معروف میگرده، حالا چه جوری چه پولی از کجا میاره به اونها بده من نمیدونم. عجب عکسی هم گرفتید، این دست من همچین اینجوری، باریکلا مینا خانم کارش درست. مینا خانم شما قرار شد ویدیو درست کنی به ما طرز تهیه و خوردن خوراکهای سالم رو نشون بدی. دیدم یکی دوتا عکس هم گذاشتید مثل که شما موتور سوار هم هستی. خب جو که موتور سوارا رو میدونی که میگن اونی که موتور سواری میکنه چی نداره؟ مغز نداره؟ نمیدونم اونی که پشت سرش میشینه دیگه، یه چیزای اینجوری هست. در صورت بندم گاهی وقتی موتور سواری میکنم و یادمه یکی از دوستای ما که به خاطر شغلش که بزرگ شده بود و اینها موهای پشت سرش ریخته بود، رفته بود دکتر، دکتر بهش گفته بود که موتورسیکلت داری؟ گفته بود نه. گفته بود یه دونه موتورسیکلت بخر، شنبه شنبه بعد از ظهر هر وقت هوا خوبه برو یه دوری بزن. گفته بود موتورسیکلت چه کار موی من داره؟ گفته بود این استرسه. شما وقتی رو موتورسیکلت میشینی همه استرس ها فراموش میشه، چون تنها فکری که هستی اینه که دست انداز نیفتی، چرخت پنچر نشه، یا یه احمقی از عقب نیاد بزنه بهت داغونت کنه. در صورت اینم از ماجرای موتورسیکلت.
موتورسیکلت بخرید، ولی اگه تصادف کردید نگید سربی به ما گفت موتورسیکلت بخر. آقای چمنارا یه ویدیویی گذاشته، نوشته بود که ببخشید نتونستم ویدیوی جدید پر کنم و این ویدیو تکراریه. نوشتم در کار رادیو تلویزیون تکرار بعضی برنامه‌ها خوبه به دو دلیل. یکی اونایی که دیدن باز براشون یادآوری میشه، اگه یه جای سوء تفاهمی شده باشه تصحیح میکنن. دوم این که همیشه یه سری آدمای جدید میان، اون آدم جدیدی که میاد میگه آهان بابا این مثلا 4 سال پیشم اینو گفته، اگه امروز این چیزی که میگه مثلا فرق میکنه با چی، این یه آدمی که قبلا هم اینو گفته، من باید بیشتر برنامه‌اشو ببینم. و الی آخر برنامه سربی با مردم، بعدش برنامه این دوستون از خلیج فارس، بعدش ویدیوی آقای رضا صفدری، بعدش برنامه آقای چمنارا، و این هم از این. ممنونم از دوستون از خلیج فارس و ماجرای مالیات و تکس رو هم گفتم. دیگه اینجا چی دارم؟ اینجا یه مشتی بیل و نامه و کلنگ دارم. بریم سراغ برنامه فایل یا فولدر توده. بله، یه دوستی ما داریم، حتما شما شنیدید توی برنامه مختلف، من اسم ایشون رو میارم، خانم نیر، و خیلی زن مهربان و به منم لطف دارن، با وجود که خود ایشون طرفدار پادشاهی و به اصطلاح هم محمد رضا شاه هم پدر ایشون هستن، با همه اینا ما رو تحمل میکنن دیگه، واقعا مثل یه خواهر. این همونی که من به بعضیا میگم آقا خانم شما چرا فوش میدی؟ مگه اگه بابات با تو مخالف باشه فوشش میدی؟ میگه نه. میگم خب منم سن باباتو دارم، منم سن برادرتو دارم. در صورت این خانم فهمیده است که اگه تمام گلای گلستان یه شکل باشن دیگه شما گلستان احتیاج نداری، یه دونه گلدون اینقدی 6 تا گل و لاله بذار توش همش قرمز. ولی اگه خواستی اینجا لاله باشه، اونجا یاسمن باشه، اونجا نرگس شیراز باشه، اونجا نمیدونم سوسن باشه و فلان اینها، بنفشه باشه و اینها، اون موقع این میشه همون تفاوت افکار یا اختلاف نظرها که یه زیبایی خاصی میده. اینجا این رنگ زرده، اونجا اون رنگ قرمزه، و قرمزه قرمزتر خودشو نشون میده، زرده زردتر، برای که به شما مقایسه نشون. ایشون نوشته بود که آقای سربی، ترامپ از همون اول میخواست داعش رو از بین ببره. من به ایشون نوشتم که دوست عزیز، نوشتم خواهر نازنین، درباره ترامپ هدف داشتن و هدف داشتن و بلد بودن فرق میکنه. بله، اولا در رابطه با ترامپ یه موضوع دیگه هم میاد که آیا درست، یعنی دروغ میگه یا با حسن نیت میگه میخواد آیسیس رو از بین ببره. آیا خود همین ترامپ با معاملاتی که کرده این ور و اون ور، الان توی معامله تکسش مالیاتش نشون نمیده، خود این گروه های تروریستی رو حمایت نکرده؟ آیا خود اینم فردا مثل هیلری کلینتون ویدیوی یه جا نمیاد بیرون که نشون بدن که خودش گفته بابا ما 20 سال پیش این القاعده و داعش و مجاهدین افغانستان و اینا رو درست کردیم؟ نوشتم خواهر نازنین، درباره ترامپ هدف داشتن و بلد بودن فرق میکنه. بله، رجبی هم هدفش این بود که آخوندها رو از بین ببره. برنامهش چی بود؟ 120 هزار جوان رو به کشتن داده، امروز هم 2000 نفر زن و مرد سالمند بیمار را اسیر کرده که صبر کنید با آمریکا همکاری میکنیم و آخوندها رو از بین میبریم. من هم هدفم این بود که 100 تا دبستان بسازم، برنامه ندارم. پس هنوز در ساختن مدرسه اولی هم دارم درجا میزنم. شعار دادن با عمل کردن دو تاست. ترامپ فقط شعار میده و تا امروز هیچ کاری نتونسته انجام بده. شاد و پیروز باشید. ممنونم، متشکرم که میگید شما یه چیزی که منم بتونم در مورد صحبت کنم. و اما صحبت از مجاهدین شد، آیا حاضرید؟ دیدید که این جان مکین هر کشوری که رفته گفته من با انقلابیون اون کشور تماس گرفتم، بهشون اسلحه دادم، پول دادم، اون انقلابیون فردا پس فردا ریش گذاشتن و معلوم شده که اینا همون تروریست ها هستن. بزنید عکس های جان مکین با این کیه مالا آیسیس
ابوبکر نمیدونم بغدادی فلان اینها، میبینید عکس مرد نسبتاً جوانیه، بعدن اینا پول دادن و حدود 5 میلیون یه دفعه اشتباه نکنم بودجه 50 میلیونی که اون موقع فکر کنم جان کری آمد به چیز گذاشت یا هر کی بود یادم نیست دقیقا. و این اسلحه ها رو که میدن دست اینها، اینا برمیگردن بر علیه مردم، بر علیه ولی بازار جنگ گرم میشه. هی من شما رو میترسونن آیسیس توی فرودگاه دیگه کم مونده تنبونمون هم در بیارن تا بتونیم سوار هواپیما بشیم. خودتون دیگه هفته قبل دیدید چه بلایی به سر این دکتر بیچاره آوردن، دو دندون شکوندن، سرش به اصطلاح ترک برداشته و اینها، صورتش زخمی. البته دکتر فکر کنم دیگه حقوق بازنشستگی و ویلا و همه چی رو از همینا در میاد. اینو پس هدف داشتن یا شعار دادن کافی نیست. یکی یکی تمام جمهوری اسلامی رئیس جمهوراش تا حالا اومدن گفتن ما هدفمون اینه که مردم ایران آزاد باشن، هدفمون اینه که مردم ایران پولدار باشن، ولی شما به من بگو برنامه‌شون چی بوده. یکی کلید نشون میده، یکی قفل نشون میده، روزگار مردم بدتر و بدتر و چیزا گرونتر. چرا؟ چون اون موقع توی خبر، توی تبلیغاتشون اگه یکی میگه آقا خب چجوری میخوای ISIS رو از بین ببری، میگه من که نمیگم که اینا برن قایم بشن. خب الان که دیگه هستی خودت گفتی 30 روزه من ISIS رو از بین میبرم. آقا داره میشه 100 روز، چی کار کردی به غیر از این که هی زن و بچه رو بر میداری میری میامی، هم پول تکس پیرا یا اونایی که مالیات پرداخت میکنن مثل من بنده خدا رو داری از بین میبری، هم داری این پولا رو میریزی تو حساب بیزینس اون مارارگوی چیه که میره اونجا، این هتل و اون نمیدونم گلف و فلان اینا هی پول میدونی. یه آب یادم افتاد، اینا یه بطری آب، من این بطری های آب وقتی تو سله میخرم 11 سنت، هرچ فکرش میکنم چجور این 11 سنت پول این میشه، پول حمل و نقل چی سنگینیه، ولی اینا از 11 سنتی من سود نمیبرن، از اونی که میفروشن 3 دلار توی یک برنامه سود میبرن، از اونی که دولت آمریکا از من شما چارج میکنه 7 دلار و 10 دلار برای اینجوری آب، باز میکنن 20 تا لیوان آب میذارن جلو این مهمونا 20 تا 10 دلار 200 دلار، بعدم کی میشماره دوباره ورش میدارن فردا میذارن سر میز بعدی دوباره 20 تا 10 دلار 200 دلار، یعنی 20 تا 10 سنت که میشه 2 دلار، اینا 10 بار این بطری آبو هم میذارن اینجا تا زمانی که سرش باز نشده. حالا تا سرش هم باز شده باشه کی میفهمه. بمانه آقای ترامپ دوستان یه شیاده، یه کانمنه، یه مرد هرزه‌ای هست و این آدم صلاحیت رئیس جمهور شدن رو نداره. چقدر قشنگ گفت این مازجورانی، وقتی بهتون میگم بیاین این برنامه‌های کمدین ها رو ببینید، طنز حقیقتی هست که در قالب خنده به شما میدن، وقتی بهتون میگن ناراحت نمیشید. مثلا شما فکرش میکنید اگه یک کسی با یک کلکی بیاد خبر مثلا مرگ پدر منو به من بده، من نمیدونم با بخندم حالا عصبانی بشم، فرق میکنه با اینکه یه نفر یه دفعه بیاد بگه آقا بابات مرد، اصلا گریه و زاری و زمین و زمان با هم میرسه. گفت که آقایون خانوما، شما ها که احساساتی شدید فریاد زدید که ما دنبال یکی میگردیم که از خارج، نه از خارج آمریکا، از خارج از بلتوی، از خارج از واشنگتن بیاد، مثل این میمونه که بری تو بیمارستان استخونت شکسته، حالا باید یکی بیاد جراحی کنی، بگی که من این دکترای داخل بیمارستان رو نمیخوام، من یه نفر میخوام از خارج از بیمارستان، تازه دکترم نباشه. خب خود خانواده شما به شما نمیخندن، بگن آخه دیوونه شدی، دست تصادف کرده شکسته، مغزت که نخورده به زمین دیوونه بشی، تو دکتر نمیخواد، پس کی بیاریم برات؟ بریم یه عمله ای رو بیاریم صرفا به این دلیل که عمله ای مثلا دروغ گفته، 3 روز پیش گفته من اصلا دست میزنم اینجا دست خوب میشه. درست این همینه. اینا گفتن آقا ما از سیاست مدارا خسته شدیم، مخصوصا سیاست مدارای واشنگتن. خب این آقا چه کار کرده؟
این تا حالا ببین چند نفر از نزدیکانش رو کرده بیرون، هنوزم نتونسته کابینش رو به اصطلاح کسی نمیاد براش کار کنه. از خودتون سوال کنید، از خودتون سوال کنید. این بیاد به شما بگه حاضری بیای بشی مسئول فلان، شما میگه آقا این آقا دیوونه است، من چرا برم زیر پرچمی؟ در هر صورت خواهر گلم، شعار دادن با برنامه داشتن با عمل کردن فرق میکنه. شعار اینه که من میام میگم که شما به من رأی بدید، رئیس جمهور که شدم روزی 1000 تومان میریزم به حسابتون. 1000 تومان که دیگه اصلا چیزی نیست تو ایران، روزی 1000 دلار. خب یکی باید سوال کنه بگه آقا شما 80 میلیون تو ایرانه، روزی 1000 دلار، 80 میلیون 1000 دلار از کجا میخوای بیاری؟ اگه این به شما گفت شما کاری نداشته باش، من یه برنامه مخفی دارم، یا شما باید دیوانه باشی اینو قبول کنی. نه، میتونی آدم ساده لو و مهربانی هم باشی قبولش کنی. یا این مردی که شیاده، این سوربی کان آرتیسته، شیاده، شارلاتانه. دیدیم دیگه بابا توی خیابونی با اون شلوغی یه شارلاتانی وای میسه 3 تا لیوان میذاره با یه گردو اینجور اینجور اینجوریش میکنه، 5 نفر دستشون میکنن بالا میگن ما میدونیم گردوه این زیره، و 5 تاشون میبازن. برای که این شارلاتانی رو تمرین کرده، سرعت دستش از سرعت چشم من و شما بیشتره، انقدر اینو تند عوض میکنه که شما نمیتونی حدس بزنی کدومش. و اگه قرار بود این اینجوری بکنه، هی 10 دلار شما بذاری 200 دلار برنده بشی، مرض داشت بیاد هر روز اینجا جلسه بگیره؟ نه خیر، اینجا هر روز جلسه میگیره که از 20 نفر مثل شما 20 تا 10 دلار بگیره به امید 200 دلار برنده شدن، اون فقط برنده میشه. 200 دلار گرفت گوشش رفت. اینم از خب حتما برای شما از این آگهی ها میاد که بله پرواز مثلا به اروپا الان برای من اومده، پرواز به ایتالیا. یادتون هفته پیش گفتم که آقای دکتر ایران بومی 5 می در هامبورگ جلسه داره و منم اگه بتونم میرم فرانکفورت، بعدم میرم هامبورگ. نگاه کردم دیدم آقا بلیط خیلی گرونه. بنده خدا آقای چیز گفت شما اومدی اینجا مهمون من باش، خیلی ممنون آقای ایران بومی عزیز. ولی دیدم بلیط گرونه بابا، من وقتا راوند تریپ میرفتم آلمان میمدم 300 دلار. حالا میگه 800-900 دلار. بعدم تازه میگه از اینجا برو استانبول، از استانبول برگرد اونجا با ولمون کن. 40 ساعت طول میکشه تا من از اینجا برسم به آلمان. گفتم با 40 ساعت دیگه عمر ما ممکن دوام نیاره. ولی دروغ بزرگترشون اینه که شما نگاه کنید، من الان اینجا به شما نشون میدم که شما هم ببینید و ببینید و آگاه باشید. نگاه کنید، این مثلا برای من امروز صبح اومده که پاریس و روم ایتالیا برید وکیشن، پاریس و روم وکیشن ویت فرنس ایتالی 599 یعنی 599 دلار. حالا اینجا میزنی میگی خب عجب دیل خوبیه، عجب معامله خوبیه، نشونم بده ببین چی بهت نشون میده. خب شد 649 دلار. من که زدم نوشته بود 900 خورده‌ای. حالا تازه بذار 649 دلار، یکی باید یقه اینا رو بگیره. تو آقا اونجا زدی 599 دلار، باید وقتی من کلیک میکنم رو اون شما منو ببری تو 599 دلار. حالا زده 649 دلار، تازه اینجا میگه بیا آپشناشو نگاه کن. نگاه کن اینا رو میگه سولد اوت، یعنی فروخته شد تموم شد رفت. اینا وایساده میگه یک باید بری از نیویورک بیای، یک باید از اونجا بری. یعنی این کلک هایی که شما رو وقتی بردن اونجا، شما میگی ای حالا بابا دیگه جهنم 50 دلار، من که آمدم اینجا بذار اینو بگیرم. صبح که من زدم به جای 599 دلار منو برد توی 999 دلار. نه حالا من پاریس میخوام برم، نه حالا من ایتالیا میخوام برم، ولی گفتم بذار ببینم اینا چه کار میکنه. اینا کلکایی که یاد گرفتن به مردم بزنن. و اما باز درباره مجاهدین صحبت کردیم و نیر خانم عزیز، بیاین اینجا ببینیم این آقای آقازاده که خب میدونید شاه داشتیم و شازده و شازده ها، حالا آقایون داریم و آقازاده ها. و از این آقازاده ها این آقا خیلی معروف شد، مثل اون جزایری
شهرام جزایری 15 سال رفت زندان اومد، بعد اون یکی دیگه بابک زنجانی، این یکی گویا با بابک زنجانی هم کار میکرده. این آقا اسمش هست رضا زراب. خب این همون کسی که با یه هنرپیشه جوان ترکیه ازدواج کرد و تو مصاحبه هم اگه یادتون باشه من امروز از آقای رامین پیرامون پرسیدم نکنه شما با این همسر رضا زراب به اصطلاح میخوای یه فیلم بازی کنی، گفت نه اون که اصلا دیگه حالا به خاطر اینا رفته. ولی اینجا این کلمه رو دقت کنید، نوشته رودی جولیانی. رودی جولیانی شهردار نیویورک، کسیه که اصلا اینجا خود مردم میگن این با مافیا دست اندر کاره، ولی متاسفانه مجاهدین به این پول میدن، هی میکشنش این ور اون ور، و این همون کسیه که عکسش رو با مریم خانم دیدید، مریم خانم رجوی، شوهرش نیست، صداش نیست، ویدیوش نیست، ولی این ملک کلفتای گردن کلفت هر روز بغل دستش میشینن و چه خنده هایی میکنن، دیگه از توی عکس هم شما میتونید قهقه اینا رو بشنوید. در صورت حالا وایسید تا ببینید این آقای رضا زراب با این پولایی که داره چه کار کرده. میگه The Mysterious Case of رضا زراب، چیزایی که مثل معما هست و اینا، اینجا بهش میگن Mysterious. میگه که این پرونده‌ای که این داره، یه آقایی که Turkish Iranian Businessman Facing Federal Charges، این Federal Charge شما میدونی ممکنه من تو نیویورک مثلا یه جرمی مرتکب بشم، استیت یا ایالت نیویورک میاد دنبال من، ولی یه جرمایی هست که فدرال یعنی 50 تا ایالت میان دنبالش. به همین خاطرم هست که میگن مثلا این this is state، نمیدونم crime، این یکی فدرال crime، این آقا فدرال crime انجام داده و با چی، ولی پول داره. اینا هم که مزدورن، افرادی مثل جولیانی و دیگران، و بیشتر این سیاست مدارا وکیل هستن دوستان، اینا رو استخدام کرده. حالا ببینیم خبرهای بعدی چه خواهد بود. خیلی وقتا میبینید اینا همینجوری یواشکی میان از چیز بیرون، از زندان با یه قراردادا و اینا. بعضی وقتا اینجوریه که به اصطلاح افراد دیگر رو لو میدن و خودشون اون امان نامه رو میگیرن. ممنونم از دوستی که اون روز برای من نوشته بود، یا فری بود یا اون یکی دوست دیگه بود. ممنونم. همین دوستی که از خلیج فارس برای ما این نوارا و اینها رو فرستاده، یک ویدیوی فرستاده، نوشته اگه خواستی شرح فیلم و قصه یک لپ باد کرده رو برات بنویسم. بذارید من اینو به شما نشون بدم، چون ما تو آمریکا هم لپ باد کرده داریم. ببینید اولا این آقا داره با تلفنش نگاه میکنه و گویا ایشون خواننده و نوازنده است و اینها، و اگه همینجا هم نگاه کنید با وجودی که لپ چپش اونیه که بزرگه، کجا رفتی آقای خواننده، ببینید اوپن، اینجا بود، اینجا بود، اینجا بود، بله در میره از دست. ببینید اینجا، اینجا که یه چیزی تو لپشه. شما اگه چند سال پیش بازی بیسبال آمریکایی رو نگاه میکردید، همشون یه طرف دهنشون اینجوری میگفتی خدای دندون درد گرفته، بعدم هی توف مینداختن. اینا تنباکو میجویدن. بعد هنوزم اون وسط آمریکا که افراد بی سواد هستن و این تنباکو هم خیلی ارزونه و خیلی هم اونا مواظب این نیستن که لثه‌شون دهنشون سرطان بگیره، هنوز این تنباکوها رو میندازن تو دهنشون میجوان. خیلی هاشون که پیشرفت کردن یه شیشه خالی هم میذارن تو ماشینشون، هی توف میندازن توش. اونایی که پیشرفت نکردن توف میکنه تو خیابون، خدا میدونه حالا رو وینشیلد یا رو شیشه کی بیاد. من برای دوستم نوشتم که توضیح بده، ما اینجا دو نوع از اینا داریم، یکی الان دیگه آدامس میخورن، میبینی اون بغلیش هم باز همینجوری قپش، بله اینم که داره، این یکی الان آدامس میخورن چون جویدن یا خوردن این چیز ممنوع شده تو بازی ها، یکی این که ممکنه تنباکو باشه. بعد به شوخی گفتم شایدم این دوستمون مثل قدیمای خودمون یه کشکی انداخته اینجای گلوش. دوست ما جواب اینم نداد، به احتمال زیاد امروز خیلی گرفتاره. امیدوارم
گرفتاری های خوب باشه. من یه بار دیگه براتون اینو خوندم، حالا میخونم و فقط میخوام بهتون بگم که این وجود فیسبوک و اینها من و شما رو آگاه نمیکنه، بلکه من و شما رو چیکار میکنه؟ گمراه میکنه. چجوری گمراه میکنه؟ یه نفر نشسته یه جایی یه داستان مزخرفی رو میگه، 10 نفر دیگه هم احساساتی میشن، اینو پخش میکنن، خیلی که پخش شد من و شما باور اون میشه که این درسته و گوشه ای از تاریخه. ایشون نوشته حدود 160 سال پیش ملک و تجار روسیه یک دست چایخوری برای امیر کبیر تحفه فرستاد. امیر اندیشید که آیا صنعتگران زبردست ایرانی میتوانند نظیرش را بسازند. من توی قبلا که چیزایی که فرستاده بودن خونده بودم که یک دونه سماور، حالا سماورم قسمتی از یک دست چای خوری. میگه که سالها بعد در ایام نوروز جمعی در باغ 40 ستون اصفهان به تفریح نشسته بودند. در این بین گدایی پیش آمد و درخواست کمک نمود و گفت من واقعا گدا نیستم، سرگذشتی دارم، اگر حوصله شنیدن دارید برایتان تعریف کنم. او گفت در زمان صدارت امیرکبیر یک روز حاکم اصفهان صنعتگران شهر را احضار کرد، گفت آیا می توانید کسی را که در میان شما از عموم استادتر است معرفی کنید؟ صنعتگران مرا معرفی کردند. حاکم گفت امیرکبیر برای انجام کار مهمی تو را به تهران خواسته است. من در تهران به حضور امیر رسیدم، سماوری نزد امیر بود. او سماور را آب و آتش نمود و تمام اجزای سماور را بیان کرد و گفت می توانی سماوری مانند این بسازی؟ من تا آن زمان سماور ندیده بودم، جلو رفتم و پس از ملاحظه گفتم بله می توانم. امیر گفت این سماور را ببر، مانندش را بساز و بیار. من سماور را برداشتم، مشغول شدم. پس از اتمام کار سماور ساخته شد، نه ساخته شده را نزد امیر بردم و مورد پسند واقع شد. امیر پرسید این سماور با مزد و مصالح به چه قیمت تمام شده؟ من عرض کردم روی هم رفته 15 ریال. امیر دستور داد تا امتیاز نامه‌ای برای من بنویسند که فن سماورسازی به طور کلی به مدت 16 سال منحصر به من باشد و بهای فروش هر سماور را 25 ریال تعیین کرد. پس از صدور این فرمان گفت به حاکم اصفهان دستور دادم که وسایل کارت را از هر جهت فراهم نماید. در بازگشت به اصفهان به سرعت مشغول کار شد و چند نفر را نیز استخدام کردم و مجموعاً مبلغ 200 تومان خرج شد. اما هنوز مشغول کار نشده بودم که از طرف حکومت به دنبال من آمدند، من را همچون دزدان نزد حاکم بردند. دوستان همینجا وایسید، من میخوام ببینم تو زمان امیرکبیر ما دستگاهی داشتیم، سازمانی داشتیم که امتیاز ساختن یه چیزی رو به یه نفر بده، اونم برای 16 سال، یعنی کپی رایت. آقا خانم نکنید، اقلا اگر این کارو میکنید خودتون رو ببرید تو اون زمان ببینید اون موقع چه خبر بوده. در هر صورت وقتی هم کسی گدا میشه میاد، هر کی میاد گدایی میکنه اول باید یه داستان برای شما بگه. اگه اینجوری فردام یه نفر میره، یعنی این نوشتن این حکایت 200 ساله ماست که با تغییر اشخاص و حاکمان کل زیر ساختمان ها را شخ میزنیم. محمد علی فروغی، حالا معلوم نیست این داستان رو محمد علی فروغی گفته، نوشته، حکایت کرده. یه مش آدمای بیکار نشستیم جلوی این کامپیوترها و از بی‌حوصلگی هر چی دلمون بخواد یا هر کسی برامون یه چیز فرستاد، به مجرد اینکه ما باور کردیم و بدون هیچ تحقیقی برای دیگران میفرستیم. در همین رابطه خانم نیر باز یقه منو گرفته، میگه آقای سربی اون ویدیویی که گذاشتی عاقبت خاندان پهلوی، شما مطمئنی که مادر شاه از بی‌پولی کنار خیابون ولش کردن و آمبولانس شهرداری آمده بردتش؟ نه عزیزم، من مطمئن نیستم. این فیلم رو آخوندها ساختن و اتفاقا من میخوام بگم که آخوندها شما اگه همچین چیزی هم میگید مواظب باشید، همین سرنوشت هم منتظر شماست، برای شما، برای مادر شما، برای فرزند شما که پول هرچی میدزدید هر جا میبرید بعدن این بچه ها ممکنه خرج شما نکنن. ولی نه یه خانم عزیز، از لحاظ اینکه هم فرع پهلوی هم رضا پهلوی آدمای خسیسی هستن و پول خرج هیچ چیز نمیکنن، اون قسمتشو من میتونم شهادت بدم، چون ما توی این جایی که زندگی میکنیم داستانهای مختلفیه. طرف به من زنگ زده
اسمشو میگه، فامیلشو میگه، میگه من تو فلان رستوران کار میکنم. این آقای رضا پهلوی که میاد فکر میکنه اولا منی که دارم کار میکنم روزی 300 بار میرم تو آشپزخونه و میام، ایشون باید مهمون من باشه، پول خوراکو نده. و وقتی من با احترام میبرم پولو میذارم جلوش، میگه تیپم نمیده، انعامم نمیده. من اینو از آقای احمد علی مسعود انصاری سوال کردم، آیا اینجوریه؟ گو آقای سوربی بله، ولی آقای احمد علی مسعود انصاری که شما میگید من از این بیشرم بدم میاد، خانم نیر عزیز، گفت اگه من قرار حقیقتو بگم که همیشه حقیقتو میگم، برای اینه که این بیچاره یاد نگرفته هر جا رفته چاپلوسای دور و برش فوری پول اونجا رو دادن، تیپو دادن، این اصلا بلد نیست، این زندگی آدمای معمولی رو بلد نیست. این سهم من بود و من اون فیلم رو نه من ساختم نه من پخش کردم. اونو دولت جمهوری اسلامی به جایی که به مردم آموزش بده دستونو با صابون بشورید اینجوری اونجوری که مریض نشید، میاد معمای شاه میسازه، میاد عاقبت خانواده سلطنتی رو میسازه. ولی از این که فامیلای اینا روی زمین موندن و پول به اصطلاح خاک سپاریشو ندادن، من نه یک بار ده بار شنیدم. حالا شما کاری نداری، یه تماس بگیرید با آقای آقای رضا پهلوی یا فرع پهلوی، فرع دیبا، بگید که همچین چیزی شنیدیم. درسته شما پدر بزرگت مادر بزرگت اینها کجا بودن، کجا خاک هستن، و به ما یه نشونی بدید. بیایم بریم با هم دیگه کالیفرنیا، اونم شمال کالیفرنیا، و ببینیم این دوستمون آماده باشن و ورشکست شدن و میفروشن. صدای سوربی رو هم اینجا ببندم. بله دارم زنگ میزنم به این دوستمون، گفتم 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، الان 12:01 به وقت کالیفرنیا است. و بله میگه user not online، میگه این دوست شما آنلاین نیست. و حالا یه عکسم میگیرم که بعدن ایشون، نه دیگه ما که از کسی ترس نداریم، افرادی دروغ میگن که ترس دارن. ما که از این آقا نه پولی گرفتیم نه چیزی، دعوتش کردیم بیاد مهمون برنامه ما باشه، ایشون هم قبول کرده، رد و بدل کردیم. بله ایشون لطف کرد و هر وقت آمدی شمال کالیفرنیا مهمان من باش. دوستان این تعارفای اینجوری رو نکنید، بگید اگه اومدی کالیفرنیا من برات هتل میگیرم. چجوری آدم غریبه ای رو که دیروز باهاش آشنا شدید میگه آقا بیا خونه ما شبم بمون فردام بمون فلان بمون اینا. و من همیشه گفتم هتل مال مسافره، مسافر مال هتل، یا هتل مال مهمانه، مهمان مال هتل، مسافر خونه مال مسافره، مسافر مال مسافر خونه. یه بار دیگه تماس میگیریم، امیدواریم این دوستمون آنلاین باشن، اگه نباشن دیگه امیدواریم برنامه رو ببینن، ایشون از اون طرف با ما تماس بگیره. با یه دوستی که همشهری من هم هست و به خاطر همسرش که فوت شده بود و کار فرهنگی که میکنه یه قراری گذاشتم، و ایشون اون روز بعد از اینکه ده بار که حالا دروغ میگم چرا میگیم دروغ میگم، بگیم اغراق میکنم. بله بازم نوشت user not online، بذارید من برای ایشون پیام بذارم. میگیم میخوای پیام بذاری، send video message. بله آقا مهدی سلام، سوربی هستم، با دوستان بیننده منتظر شما هستیم. اسکایپ شما میگه که شما آنلاین نیستید، شاید اون قسمت اینویزیبل رو زدید که دیگران نبیننتون و شما هم میخواین مثل امام زمان غائب باشید. هرگز حضور حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینو برای ایشون فرستادم، شما به ما زنگ بزنید. حالا اینم هست. بله خب ببینید این دوستمون چی میگه. مجید میگه تقریبا جهان کم و بیش مثل هم است، 50% امتهای خر در برابر 50% امتهای خر دیگر قرار گرفتن، مردم هم با همان تعداد اندک خودشون را از بیعلاجی با سیمور. حالا باید ببینم این آقای مجید افراخته اولا خیلی آدم خوبیه و هنرمندم هست و ایشون آلمان هم زندگی میکنه،
اتفاقا من قرار بود وقتی آلمان رفتم یه سری بهشون بزنم و یک آبجوی با هم بنوشیم که متاسفانه نشد. برنامه ها انقدر چیز بود و هر دوستی رفتیم دیدیمش گفت حالا امروز هم باید با ما بمونی و بعد از 30 سال و فلان، اینا نشد. ولی یه سوالی من از آقای افراخته دارم. آقای افراخته، وقتی شما میگی ملت های جهان 50% بینید بخونم که اشتباه نکنم، 50% امت های خر در برابر 50% امت های خیر دیگر قرار گرفتن، یعنی امت ها همش 100%شون خرم. منظورتون امت ها، وقتی میگید امت با مذهب عجین میشه، منظورتون کشورهای مثل اسرائیل و مثل ایرانه که حکومت هاشون مذهبی و دینیان، به اینا میگید امت، یا منظورتون به اصطلاح کلن تمام دنیاست؟ و اگه تمام دنیا 50%ش اینجوری 50%ش اونجوری، شما جزو کدوم 50% هستی؟ ضمن اینکه دوتا 50% یکی. این دوست ما داره تماس میگیره، من دارم میبینم دوربینشون هم سونی هست، باید روشن کنن، احتمالاً رو دما هست، داره نشون ما میده که 25 مگابیت. و بله خب دارن حاضر میشن، بسیار خوشحالم. و بله گوشی خدمتتون دوستان با آقای مهدی بارومند هستیم، ولی من میخوام از ایشون سوال کنم که ایشون برومند هستن یا بارومند؟ البته دوربینتون رفت خاموش شد، نوشته سونی 12 هارد دیسک درایو. ای کاش این کارها رو قبلا کرده بودیم با هم یه تستی، ولی من چون میدونستم ایشون استدیوی خودشو داره و توی این کارا وارد هست. بله بله دوربین شما رو درست شد. خب من پیشنهاد میکنم گاهی وقتا اگه دوربینتون هنوز از اونایی هست که نوار میخوره، درشو اگر باز بذارید این اشکال برطرف میشه. الان این چیزایی که نوشته روی عکس رضا شاه هم متاسفانه چیز گذاشته، نوشته WT اینها، برای اون لنزت که جلو عقب کنی، و استندبای گذاشته. بله بذارید من اینو به شما نشون بدم، کامرای دو. بله من معمولا با دوستان بیننده قبل از برنامه یه آدیو ویدیوی چک میکنم، ولی چون میدونستم که ایشون استودیو خودشو داره و اینها، متاسفانه دیگه این کار رو نکردم. میشه بگید 50% دوستان تقصیر منه. خیلی خوبه وقتی که یه چیزی رو اشتباه میکنیم بیایم قشنگ به مردم بگید بابا دفعه دیگه با هر کی خواستی صحبت کنی آدیو و ویدیو رو تست کن. خب خوب شد، بهتر شد، اقلا عکس و اینها از اون علامت ها آمد بیرون. خب دوست عزیز ممنونم، ما هم به شما خوش آمد میگیم. و قبل از اینکه درست وقتی شما منو دعوت کردیم که دیروز بود، من خیلی اصرار داشتم به وسیله تلفن با شما تماس بگیرم، ولی موفق نشدم که با هم قرار بذاریم. بله. و اولا راجب تاپیک صحبتی هست به خصوصی از صحبت کنیم، دوم این که همین مسئله تکنیکی رو با هم هماهنگ کنیم، چون هر کی به قول خود شما هم استودیو داریم، ما هم استودیو داریم، ولی این هماهنگی الکترونیک و پسورد و اجاستمنت و اینا همه باید با از دو طرف باید با هم هماهنگ بشه. اصلا مشکلی نیست. اتفاقا منم منتظر بودم که شما امروز چون قرار گذاشته بودین قبلش با تلفن صحبت کنیم، و گفتم حتما یا بیرون هستید یا کاری دارید، و هیچ اشکالی نداره، چون ما برنامه‌هامون خیلی خودمونیه، هم دوستان بیننده میدونن که ما امکانات زیادی نداریم، هم باز اینو میدونن که بهترین رادیو تلویزیون‌های دنیا بعض وقتا به خاطر اسکایپ و به خاطر برنامه زنده مخصوصا ممکنه دچار اشکال بشن. حالا خوشبختانه ما و شما ارتباط رو برقرار کردیم. شما فامیلیتون بعضیا فکر میکنن برومنده، ولی بارومند هستید نه؟ آخر قربان برومند. برومند. BARUMAND. برومند میشه BAROO. بله برومند. اوکی. بله. خب لطف کنید شما به ما بگید که آقای مهدی برومند کیه؟ سابقهش چیه؟ چرا امروز روی فیسبوک فعالیت میکنه؟ ضمناً من یه صفحه دیگه دیدم که شما اونجا از مردم دعوت کردید بهتون بپیوندن برای مبارزه با وایس آف امریکا، درست میگم اینو؟ بله درست میفرمایید. بله خب شما لطف کنید چند دقیقه راجع به خودتون بگید که کی بودید، کی هستید، چرا الان تو کالیفرنیا هستید،
بعد من اون سوالا رو با نشون دادن صفحه فیسبوکتون میپرسم و توی تلویزیون مردم مثل توی مهمونیه. مثلا من از شما میپرسم آقا مالیاتتو پر کردی؟ شما میگید که من ترجیح میدم پاسخ ندم. نه با هم دشمنی داریم، نه با هم خصومت داریم. و اتفاقا چون میبینم عکس آقای رضا شاه رو گذاشتید اون پشت، به نظر میرسه با من مخالف هستید از لحاظ عقیدتی، چون من باور دارم شاه و پادشاهی دیگه باید رخت برکنه و بره و شاه رو ما فقط توی بازی ها میبینیم توی ورق. ببینید آقای سوری، مملکت ایران فقط متعلق به شخص شما نیست، چون عقیدتون برای من مهمه، ولی چون شما عقیده داری معلوم معنیش این نیست که اصلا همچیزی دیگه وجود نداشته باشه و ملت ایران بیان همه به اصطلاح دنباله رو عقیده شما باشن. ولی عقیده شما بسیار محترمه، یه عقیده شخصی شماست. دقیقاً شما درست. تا وقتی که در مملکت ما از نظر فرهنگی ما اونقدر رشد نکنیم، حالا ما به پدر لازم داریم. حالا یه پدر بی‌لیاقت، تو تاریخ نگاه کنید، یه پدر با لیاقت، یه پدر با شعور، یه پدر آقای برومن. ما سر چیزایی که با هم توافق داریم اصلا بحث نمی‌کنیم. شما بعداً اگه این آرشیو برنامه رو ببینید، بله. من میگم باور من اینه. بله. من که در مقامی نیستم. باورتون قابل احترامه، بفرمایید. بله. من که در مقامی نیستم به مردم بگم که این کارا انجام بدید یا نه. خود منم ضمناً مثل شما دوستدار شاه بودم تا سال 1986. حتی برای همین آقای رضا پهلوی هم توی سرمای فرانکفورت و آلمان میدویدم این بر اون بر. وقتی آمدم نزدیک دیدم آواز دهل شنیدن از دور خوش است و دهل چه صدای بدی داره. بعدم دیدم اصلا این آقا فکر چیز نیست. ولی از این که شما میگید ما مردم احتیاج به پدر داریم، شما خودتونم جز اون مردم هستید، یعنی هنوز فکر میکنید صغیر هستید و احتیاج به یک کفیل و یک به اصطلاح ولی فقیه و اینها دارید؟ نه، بقیه و فقیر فرق میکنه با اون که منظور بنده بود. شما باید به من به جایی که خودم معرفی کنم، من اولا خیلی جواب اول این سوال شما رو بدم. من یه هموطن شما همین، هیچ کسی دیگه نیستم. سابقه من طوری نیست که بیام بچسبونم به مثلا کمال الملک و از این جور صحبت ها که خیلی هم این کار رو میکنن. بنده مذهبم ندارم، به دین اعتقاد ندارم، به پروردگار اعتقاد دارم، به انسانیت اعتقاد دارم، به انرژی مثبت و منفی اعتقاد دارم و همیشه فکر میکنم که ما به این دنیا اومدیم، بهتره که قبل از که از این دنیا بریم یه اثر خوب از خودمون بذاریم، نه اینکه فقط مثل بقیه جانورا زندگی کنیم. به همین دلیل وارد مسائل سیاسی اجتماعی شدم و دلیل نیست چون من دخالت کردم بنده از همه بهتر میدونم. من سعی خودم رو با اندازه تواناییم دارم انجام میدم. بسیار عالی. من دارم وبسایت پیج صفحه فیسبوک شما رو نشون میدم دوستان. همینجوری که ایشون گفتن مهدی برومن، چه عکس مرسدس بنز قشنگی هم گذاشتن. امیدوارم یه روزی ما یه دونه از این مرسدس بنزا رو سوار بشیم. آقای برومن، شما حرفتون رو قطع میکنم و عرض میکنم راجع به مرسدس بنز. بنده متولد 1328 هستم. درست موقعی که من باز به دنیا میومدم، گویا یه خورده مادر من درد و تحمل میکرد و به پدرم چیزی نمیگفت. در حال موقعی که دیگه زایمان باز عمل میشد، به وسیله یه تاکسی در تهران منو مادرم رو در واقع منتقل کردن به بیمارستان پاستور، درست پشت بالا ضلع شمالی کاخ مرمر. و در اونجا حالا خوشبختانه یا متاسفانه تقریبا من در تاکسی که تاکسی مرسدس بنز بود به دنیا اومدم. و بعد از اون هم بر حسب توافق یا علاقه شخصی خودم تبدیل شدم به یک مکانیک بسیار ورزیده خوب در شمال کالیفرنیا فقط برای مرسدس بنز. و یکی از دوستای من به من میگفت که تو بالاخره تو مرسدس بنز هم میمیری. بفرمایید. بله، من حالا تازه شما رو شناختم. شما برنامه‌ام داشتید در رابطه با ماشین و اینها
بله به هموطنان کمک میکردم آقای سوربی. یکی از نشانه هایی که یک انسان میتونه ادعا کنه وطن پرست ملت شد دوست داره اینه که بنده با آقای ستار دلدار در ماه $2,000 پول نقد میدادم که بتونم در دو روز شنبه و یک شنبه 2 ساعت هر روزی وقت داشته باشم و چیزی رو اونجا نمیفروختم جز این که اطلاعات مجانی به مردم میدادم. چرا؟ برای که وقتی انقلاب شد اگه شما برید اون میگن ستستیک تست یا میرید به اصطلاح ارقام اون اداره راهنمایی رو شما که پلاک میدن برای ماشینا تحقیق کنید ببینید که بیشتر از 6-7% مردم صاحب اتومبیل نبودن. تازه کسایی هم که صاحب اتومبیل بودن اینها راننده داشتن، رانندهشون با مکانیک در تماس بود، یعنی هیچی از اتومبیل نمیدونستن. ولی بعد از انقلاب به خاطر که مردم مجبور شدن، یه عده‌ای که آمدن از مملکت بیرون، اینا مواجه شدن با یه سیستم زندگی ماشینی که چه شما پیرمردی چه جوانی باید بدونی اتومبیل رو چجوری راه ببری و نگهداری کنی ازش. به هر حال منظورم خیلی خلاصه بگم که من این از خودگذشتگی رو از خودم نشون دادم، به جایی که ماهی $2,000 رو که هیچ ایرانی رو تا حالا ندیدم این کارو بکنه، همین الان شرط بندی میکنم بله یادم برنامه هاتون برنامه های آموزشی بود و حتی یه بارم اگه اشتباه نکنم من ازتون خواستم که اگه میخواین همون ویدیوها رو ما اینجا پخش میکنیم با قیمت خیلی کمی و اینها، که الان دیگه بعدم خود آقای ستار هم دیگه برنامه هاش ادامه نداد و اینها. در صورت خوشحالم که امروز با هم هستیم. یه سوالی که باقی میمونه، شما توی نوشته هاتون میبینم بعضی وقتا برخوردهای شدیدی میکنید، مثلا نقل فحاشی میکنم آقا، شدید نیست بزنیم با هم رو راست بشیم، فحاشی میکنم. بله حالا اگه شما لطف کنید توی دوربینم ما رو نگاه کنید ممنون میشم. آها اینجا هستیم. بله مثلا اینجا با یه نفر به نام بابک سروستانی چیز شده، بعد اونام اولا یه نمیخوام بگم خصومت، یه مخالفت خاصی میبینم شما با بهائی‌ها دارید، درست میگم؟ 100%. خب بگید از کجا سرچشمه میگیره و چرا؟ بهتره که شما با بقیه هموطنان به حرف من گوش ندید، برید تاریخ رو بخونید. خب ما آدم های تنبلی هستیم به همین خاطر. خب این تنبلی دیگه باید جریمش هم بپردازید دیگه، از بدون چون و چرا منو قبول کنید. بله خب همون دیگه، حالا میگیم شما بگو ببینیم، چون ما آقای ارشاد هم داریم. میدونید اولا تلویزیون مردم یه مدتی همه فکر میکردن تلویزیون بهائی‌هاست، بعد ما دیدیم یه نفر از ایران آمد و گفت من میخوام درباره بهائیت با سند صحبت کنم و کتاب خودشون رو میذاره، میگه طبق کتاب خودشون اینها دروغ میگن، تقیه میکنن که میگن ما نمیخوایم دنبال حکومت و سیاست باشیم و حقیقتا اینها دنبال سیاستن، اون هم دنبال حکومت دنیا، که آقای حسن فیروزی که اتفاقا تو تلویزیون آپادانا هم میومدن آمدن واشنگتن و گفتن بله این آقا درست میگه، حالا بهائی‌ها میخواد خوششون بیاد میخواد خوششون نیاد، آقای حسن فیروزی هم بهائی خودش. در صورت اینا رو آقای سوربی اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم که ببینید انسان‌ها، شما بنده و بقیه، هیچ کسی این دنیا، این طبیعت یا پروردگار اینا رو بدون شعور بار به دنیا نیاورده، فقط مشکل سر یه مسئله کوچیکه که ما چجوری از شعورمون استفاده کنیم. ببینید وقتی بهائی‌ها میگن که ما کاری به سیاست نداریم، وقتی بهائی‌ها حرکاتایی از خودشون، مخصوصا وقتی من میگم بهائی‌ها منظورم آدمهای عامی نیست، منظورم اون کسایی که برای خودشون درجه رهبری در این حزب دارن، در این دین دارن، وقتی ما به حرفای اینا گوش میدیم، به پیغاماشون گوش میدیم، به حرکاتای سیاسی اجتماعیشون نگاه میکنیم، خیلی راحت میتونیم بفهمیم که اینا خط مشیشون چیه. بسیار ممنون. شما هدف خاصی داشتید که این دین رو گفتید حزب یا دین؟ ببینید اکثر دین‌ها اصلا دین حزب به نظر من. من اونجوری بهش نگاه میکنم. دین یه حزبه. چرا؟ برای که اگر طبق این قانون اساسی آمریکا ما بهش نگاه کنیم، میگن دین یه مسئله شخصیه. اگه مسئله شخصیه آقای سوربی، من باید بدونم که شما چه دینی دارید، از طرف شما باید بیاین به من بگید که چه دینی دارید. نخیر، خدا پدرتونو بیامرزه. نخیر، پس چرا اینا میان تبلیغ میکنن؟ پس چرا اینا میرن عضو فراماسونر انگلستان میشن؟
بعدم میگن فراماسونری یه چیز دوستانه است، به هم فیور میدن. خب فیور چیه؟ وقتی دولت انگلستان میخواد یه پروژه‌ای رو پیاده کنه، مثل این که مثلا میخواد شاه رو بزنه زمین، خب چیکار میکنه؟ میاد به دوستانش، به رفقایی که عضون، میگه به ما یه فیور کنید. مثلا رئیس مجلس ملی کی بود؟ خاطرتون هست در زمان شاه؟ نه. بله، رئیس مجلس ملی ایشون عضو این اطلاعات رو بنده از کتاب‌های آقای اسماعیل راین، بله، فراموشخانه سندیت داره، نه اینکه هر کی دل درد بگیره بشینه کتاب بنویسه. از اون زاویه دارم صحبت میکنم. وقتی اینا همهشون عضو هستن، معلومه که فیور میدن. فیورشون چیه؟ مثلا خانم فرخرو پارسا، آقای فرخدین که رئیس ایشون بود، به ایشون میگفت چی کار بکن، که بعدن هم اومدن لس آنجلس، حتما سابقه شون هم شما دارید با اون خانم مسیحی ارمنیشون. ببینید وقتی که اینا به هم دیگه از اون زیر مثل موش لونه شون رو به هم ارتباط برقرار، یعنی نتورکینگ میکنن، لابیست بازی میکنن، اول از همه یه سنده که اینا دارن کارهای سیاسی اجتماعی میکنن. هرگز نمیتونن اینو معنش کنن که بگن ما نمیکنیم. منتها ببینید اینقدر روشون زیاده. چرا روشون زیاده؟ چون پیمان نامه دارن اینا سوگند خوردن. من منظورم این نیست بهشون بگم بچه پرو، ولی بسیار آدمای با مقاومتی هستن در مقابل سوگندی که خوردن. حتی آزادن بچهشون رو دست بدن. برای که با برنامه روشون کار شده و بهشون یاد دادن. همون کلاس. دقیقاً برای همینه که من وقتی بچه بودم، همسایه‌مون اصرار داشت منو ببره خیابون فیشرآباد روزای جمعه صبح. میگفتم اونجا چیه؟ میگفتن درس اخلاقه. بعدن فهمیدم که میرزا فتحعلی خان وقتی اون کتابو نوشت چی داشت میگفت، که بچه‌ها رو میگیرن و به سلیقه خودشون تربیت میکنن. بسیار ممنون. خب من به دوستان یه بار دیگه این صفحه فیسبوک شما رو نشون میدم و ازشون میخوام که اگر به اصطلاح سوالی دارن از شما، با شما مستقیما تماس بگیرن. دیدم خیلی هم شما سریع پاسخ میدید، از این بابت ممنون و متشکرم. و فقط یه چیزی که اینجا هست، چون نوشته که محل کار شما، نوشته صفحه حمایت از آبروی برحق ایران، بذارید اینم من نشون بدم به دوستان. و اینجا بود که باعث شد من از شما دعوت کنم، چون شما نوشتید که توجه 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 در راستای مبارزه با سانسورهای صدای آمریکا و حمایت از آبروی برحق ایران، لطفاً به طریقه زیر نام خود را امضا فرمایید. من اسمم فلانی از حقوق ملت ایران در مقابله با صدای آمریکا حمایت خود را اعلام میدم. شما هدفتون چیه؟ میخواین مثلا پتیشن پر کنید یا چجوری من توی آمریکا باید با صدای آمریکایی که هممون میدونیم اینها با بودجه چیز با بودجه دولت، بودجه وزارت امور خارجه، مالیات مردم آمریکا، دقیقاً با اون بودجه داره به اصطلاح کنترل میشه و اداره میشه. اولا شما باز تو صحبتاتون هم گفتید که آمریکا شاه رو انداخت. خب ببینید من نمیدونم، این زد و نقیزه. از یه طرف میگیم آمریکا شاه رو انداخت، از یه طرف رئیس جمهورهای خودشون میان میگن که توی کودتایی که انجام داده، هم باراک اوباما گفته، هم کلینتون گفت، هم خانم مادلن آلبرت برد گفت، میگید شاه اینجوری. ولی از اون ور میبینیم که همین الان هم امروز آقای رضا پهلوی باز از ترامپ و از سیستم آمریکا انتظار داره. حالا ما اونا رو میذاریم به کنار. یه نوشته شما، این نوشته شما من اینو میبینم، امروزم احساساتی ام، امروزم مثلا از برنامه خانم ستاره درخشش یا آقای فلاحی حکیه ناراحتم، میام مینویسم من سوربی از حقوق ملت ایران در مقابله با صدای آمریکا حمایت خود را اعلام میدارم. اولا حقوق ملت ایران اینجا چه حقوقی داره در برابر یک رادیویی که بلندگوی بیگان است؟ حقوقش اینه که وقتی که شما میاین اسلندر میکنید، یعنی این جمله انگلیسیه با. یعنی میاین اتهام میزنید، اتهام دروغین میزنید، اینجا صدمه به شخصیت و اون پرستیژ یک ملت شما زدید. شما این نوعی رو عرض میکنم به عنوان صدای آمریکا. بله. بنابراین یه نفر اینجا باید بلند شه بگه که این حرف شما غلطه، به این دلیل، به این دلیل. حالا
مهمترین مسئله اینجاست که اولا صدای من رو اگه بلندشم، شما بلندشی، صدای ما رو کسی نمیشنوه. پس ما باید پتیشن درست کنیم. پتیشن هم که وقتی مثلا دیزاین میکنیم و میخوایم این کار رو انجام بدیم، از نظر گرافیکش، از نظر فنی، حالا ممکنه ایراد هم داشته باشه، دوستایی دیگه هم با آدم میان مراجعه میکنن، کمک میکنن و اینو بهتر و بهتر میکنن. آخر سر میمونیم به اونجایی که یک ایرانی با غیرت 2 دقیقه وقت بذاره بیاد اونو امضا کنه. خب همینجا شما، همینجا شما به اونایی که امضا نمیکنین دارین توهین میکنین که بی غیرت هستن. از نظر بنده بله. نظر شما مطمئن. نظرم من من نه اینکه بگم مطیع قوانین اساسی آمریکا هستم. من از وقتی که به دنیا اومدم همچین عقیده رو داشتم که انسان برای عقیده شخصی خودش آزاده. به نظر من کسایی که نه این اطلاعاتو دیدن و ادعا میکنن که ایرانی هستن، ادعا میکنن ایران رو دوست دارن، نه فقط چون رضا پهلوی رو دوست دارن، اونا بادمجون دور قاپچی ان. کسایی که ایران رو دوست دارن، پهلوی رو دوست دارن، رضا شاه رو دوست دارن، نادر شاه رو دوست دارن، تاریخ ایران رو دوست دارن، اینا باز 5 دقیقه وقت میذاشتن و میومدن این کار رو میکردن. آخه به نظر منی که اینو میخونم، این پتیشن نیست، یک این دعوتنامه است. بله، این دعوتنامه یا فراخوان یه مقداری مبهمه. 100% همین... به دلیل اینکه بنده به اندازه تجربیات و توانایی خودم این حرکت رو کردم، شخص وارز و به اصطلاح با تجربه، برای مثال میگم، مثل جنابالی اگر اینو مثلا 1 سال پیش دیدید، موظف بودید بیاید به من گوشتت کنید و بیاید به من کمک کنید و حتی کردیتش هم به نام خودتون بگیرید، چون من نیومده بودم اینجا کردیت بگیرم. متوجه هستین؟ من اینجا تک تنها یه کاری رو کردم، ممکنه از نظر فنی، از نظر دیکته‌ای که مرتب این بهایا تنها دستگیرشون یا ادب یا دیکته‌ایه از من ایراد میگیرن، همینه. خب به جایی که ایراد بگیریم بیاین درست کن. خب من نظر شخصی خودم رو میگم. اولا مثلا من تازه با این صفحه آشنا شدم. بله. بعد فکر میکنم که چون گویا نیست، مخصوصا تو این شرایط بدی که الان یه فرد تندروی مثل ترامپ اومده، من اگه اینجا اسم خودم رو نوشتم، فردا خدایی نکرده ریختن تو خونه شما، دیدن یه کاغذی هم نوشته، مثل میزنم. پس اون شخص رو ببخشید، من حرفتون رو قطع میکنم که خیلی هم بی‌ادبانه است و به شما عرض میکنم که پس شما بهتره اصلا داخل سیاست و اجتماع نشین، بشینین یه نفر دیگه براتون تصمیم بگیره. آدمی که بترسه اون مبارز نیست، آدمی که بترسه آقای این نظر منه ها، بفرمایید. نه نه نه، ببین اتفاقا خوبه که ما نظرمون مخالف باشه با هم صحبت کنیم. ببینید همینی که شما میگید اگه کسی میفهمه باید فوری به شما اطمینان کنه بیاد دنبال شما. نگفتم اطمینان کنه دنبال من بیاد، بنده اگه شما رکورد خودتون داره ضبط میشه دیگه، درسته؟ بله بله. اگه قرن یا بنده هر چی حرفی نزدم، بنده عرض کردم که وقتی بنده بلند میشم با تمام ناتوانیم، چه از نظر دیکته‌ای، چه از نظر سیاسی، چه از نظر انشایی، چه از نظر تکنیکی، وقتی ایراد دارم و ولی شما با اون شعورت فهمیدی من منظورم چیه، باید بیایی به من کمک کنی. خب آخه همین کلمه باید بیان یا شما خودتون گفتید هر اگر ادعا میکنین که با من هم عقیده این موضوع درسته، ما باید مبارزه کنیم که بگیم که دروغ تبلیغ نکنید، بر علیه مملکت ما سمپاچی نکنید، مردمی که میخوان دست به دست هم بدن با هم متحد بشن شما نیان. مثلا آقای اوباما، چند تا شما ایرانی including yourself، حتی خود شما چند بار به آقای اوباما شما نامه خیلی خشن نوشتید که این چه کاریه میکنید، ولی بنده نوشتم تو فیسبوک هست برید بخونید، و آقای اوباما گفتم شما اجازه نداری به عنوان یک دونه پرزیدنت کانستیتوشن و پاشو روش پا بذاری و بیای به وایس آف امریکا بگین که راجع به این مسئله صحبت نکنین. سندش هم دست خانم خطیبیه که قبلا اونجا کار میکرد، ایشون اومد اعتراف کرد در تلویزیون اندیشه، گفت که آقای اوباما این کارو کردن و من استعفا دادم، و یا مثلا ایشون اعتراض کردن، شاید هم ایشون رو بیرون کردن، فرق نمیکنه، ایشون به هر حال مخالف این مسئله بود. شایدم مثل کارمندای وایس آف امریکا قراردادشون تموم شده، چون استخدامش نکردن
بعدن حالا این کارو کرده. شما ممکنه اینو به این صورت ببینید و شاید هم شما درست میگید، ولی خود شما که یه ایرانی هستید به خاطر همین میگیم شاید. آقای برومن اجازه بدید، رادیو دارید و دارید سعی میکنید که ارتباط جمعی برقرار کنید، با افکار مردم آشنا بشید. خود شما اگر که این خبر قبلا شنیدید، حق خودتون به عنوان یه ایرانی ندونستین که اعتراض کنید. بله شما ببینید اینجوری که سوال میکنید، به نظر من شما هم... من کمونیست نیستم ولی من ریاضی سوال میکنم. شما اگر یک کم آقای برومن اگه یک کم لطف کنید وقتی صحبت میکنید بعد بذارید منم صحبت کنم. یا اینکه من میخوام که یه چیزی از اون زیرا نره یه جای دیگه. نه هیچ جا نمیره، ولی منظور شما اون نیست. ببینید. به خاطر اینکه مسئله رو باید یه جوری ما بریم جلو که اون کسایی که گوش میدن قشنگ متوجه بشن که شما از کجا داری میای، من از کجا دارم میام. باور کنید متوجه میشه. آیا ما داریم همدیگر میکوبیم یا به هر دلیل دیگه. شما وقتی میفرمایین که این اوباما پادر به اصطلاح دولت مردای آمریکا اینجوری میگن، اولا شما تا حالا متوجه شدین که دموکرات ها اکثرشون فراماسونرن؟ اینو میدونید. آقای برومن ببینید قرارمون این نیست. اجازه بده شما مکانیک خوبی هستی، شما میتونید وقت رو داری برای چی میذاری؟ برای خودنمایی که نمیذاریم که. ببینید اجازه بده تمام دموکرات فراماسونرن. آقای برومن اجازه بدید، ما قرار نیست از این مسئله به اون مسئله به اون مسئله بپریم و 10 تا چیز. من بر مبنای گفته‌ای که شما الان اگه نوارتون رو برگردونیم متوجه بشید نوار ما موجود هست. اجازه بدید شما گفتین برخلاف گفته شما پرزیدنت آمریکا دولت مردای آمریکا اومدن اینجوری گفتن. ببینید من که همچین حرفی زدم. آقای کارتر اینا دموکرات هم. آقای برومن عزیز من اولا شما لطف کنید توی دوربین نگاه کنید که یه ارتباطی از لحاظ چشم با هم داشته باشید. من که همچین چیزی گفتم، ما سر موضوع اوباما و خانم خطیبی بود. شما دو تا حالت رو گفتید استعفا داده یا بیرونش کردن. من گفتم یه حالت سوم هم وجود داره، شاید ایشون قرارداد کانترکتی بوده، خود دیگه مهلتش تموم شده آمده بیرون. این کجا من راجب رئیس جمهور هستم؟ ولی حداقل انقدر ایشون توانایی رو در خودش دید و نترسید اومد گفت آقای اوباما دخالت میکنه و میگه راجب این سابجکت صحبت نکنید. آقای اوباما خب حالا این موضوع رو یه وقت دیگه بیشتر صحبت کنم. اجازه بدید با تمام این که به قانون امریکا احترام میذارم چون خودم سیتیزن هستم، دستم بالا کردم سوگند خوردم، ولی به ایشون خطاب نیگر رو دادم. گفتم ایشون نیگره، نه به خاطر که رنگ سیاست، به خاطر که تابع مستعمره انگلستانه. شما تو این صفحه که موضوع بحثمون هست در قسمت سمت راست نوشته این صفحه برای حمایت از دو هموطن عزیز و ایران دوست و آبروی وطن ما تشکیل شده تا با حامیان جمهوری اسلامی در آمریکا مبارزه شود. فکر نمی‌کنید اگر اسامی اینها رو می‌نوشتید، مثلا همین خانم خطیبی یا یه نفر دیگه، اونها میتونست کشش بیشتری داشته باشه، افراد رو جذب کنه، مخصوصا اونایی که از ماجرا با خبر بودن. شما چند وقت پیش اینو دیدید؟ همین دیروز دیدین یا مثلا ماه قبل؟ باور کنید همون 3-4 روز پیشی که با شما تماس گرفتم، من اصلا شما رو من دیگه از توی تلویزیون آپادانا دیگه ندیدی. بله اون وقت شما تو تلویزیون آپادانا هم بحثای سیاسی نمی کردید، بیشتر راجع به ماشین بحث سیاسی نمی کردم، ولی بین اخبار موقعی که درس مکانیکی می دادم بین اخبار مثلا اگه اسرائیل می گفت می خواهیم بیایم ایران رو بزنیم، من که خودم به من واقفه که دولت جمهوری اسلامی یکی از پاپتای اسرائیل و ایرانه، ولی با این حال به عنوان یه ایرانی خیلی آنتریک می شدم و یه بین سوهنون اتفاقا سیدیاش هست میتونم بگردم پیدا کنم. مثلا میگفتم اسرائیل غلط میکنه همچین، خب یه عده فکر میگن لابد من مدافع جمهوری اسلامی هم چون گفتم ایران اسرائیل غلط میکنه. متوجه منظورم؟ بله بله از این لحاظ خیلی وجه مشترک داریم، چون همه که چرس کنه یه سری به من میگن من طرفدار رضا پهلوی هم چون ایشون از بین رفته بود ما عنوانش کردیم، یه سری میگن من مزدور جمهوری اسلامی هم. من بهشون میگم تو رو خدا یکی بیاد یه کاغذ بده دست ما بنویسه که ما چی هستیم. در اصل آقای برومن من خیلی خوشحال شدم بعد از سالها هم دیگر رو پیدا کردیم،
هم با شما صحبت کردم، امیدوارم این آخرین صحبتون نباشه. شما اون ویدیوهای قدیمی هم، اون قسمتاش که در رابطه با ماشین هم هست، اگر میخواین، چون ما اینجا آقای کاووسی رو داشتیم صحبت میکردین، اتفاقا یکی از اشکالات آقای کاووسی این بود که از ماشین 100% آمد توی سیاست و توی سیاست هم به اصطلاح یه خدمتی رو میخوام به ملت اینجا انجام بدم که ما همیشه در جامعهمون، مخصوصا در خارج از کشور که به ما اجازه میدن یا نه که اجازه بدن، ما حداقل وسیله شو داریم بریم اظهار وجود بکنیم. اشکالی نداره اظهار وجود کردن، یه چیز طبیعیه، ولی اگه انسان درست و با وقار و با صداقت اظهار وجود کنه، استفادهش به دیگران هم میرسه. با تمام احترامی که برای آقای کاووسی دارم، ایشون متخصص و تکنسین نبودن، ایشون تو آکشن میرفتن ماشین میخریدن میفروختن، خب جملاتی رو مسائل رو شبه گوششون خورده بود و اندازه تواناییش میومد به مردم کمک میکرد. خب نه. ولی بنده به عنوان یه متخصص میومدم صحبت میکردم و کسایی بودن که از دور تا دور اروپا و جاهای دیگه وقتی به من زنگ میزدن هفته بعدش میومدن میگفتن سپاسگزار، این ماشین ما درست شد. این تنها جایزه من بود، نه اینکه بخوام خودم رو بهترین مکانیک معرفی کنم. لذت میبردم که تونستم به مردم کمک کنم. بسیار عالی. در هر صورت خوشحالم که با شما هستیم، خوش آمدید، امیدوارم این اولین بار بود ولی آخرین بار نباشه. ضمناً اینجا چون آقای کاووسی هم نیست، اجازه بدید دوستمون هستن، از حق ایشون هم دفاع کنیم. بنده آقای کاووسی رو یعنی چجوری بهتون بگم، من هدفم از این صحبت این نبود که ایشون رو اسلندر کنم یا بیارم پایین. ایشون متخصص فروش اتومبیل و کارهای دی ان دی و اینجور چیزا هستن، در ضمن اطلاعات خیلی زیادی هم راجع به اتومبیل دارن، بر مبنای اتومبیل‌هایی که میفروختن میخریدن و پلو مکانیک میوردن، خیلی از ماشین فروش ها خودشون کارهای کوچیک اتومبیل انجام میدن. من منظورم اهانت به ایشون نبود، ولی همیشه باید شفافیت باشه. شفافیت یعنی این که قانون اجتماع هم اگه نباشه قانون وجدانه، که اگر شما یه چیزی رو نمیدونید، اگه درست به من نگید، تو جاده با 80 مایل ما داریم میریم، این کار درستی نیست. بسیار ممنون. حالا آقای برومند بذارید موضوع رو عوض کنیم، بیام تو شغل شما که شما وارد هستید و همینجا من تشکری کنم از آقای کاووسی. بچه های من یه ماشین جیپ خریده بودن و خب این جیپ های کهنه میدونید، هر کسی یک کاریش کرده، یکیش چرخشو بزرگ میکنه، یکیش فنرشو میبله بالا اینها، و این ماشین روشن میکردی میرفتی تا کوچه خاموش میشد. باور کنید ما 5-6 جا بردیم، از چند تا دوست خوب سوال کردیم، هر کی گفت اینو عوض کن اون عوض کن. یه روز برای این آقای کاووسی نوشتم، بنده خدا میدونید که ایشون هنرمندم هست، تنبک میزنه و اینها، یعنی سازای زیادی میزنه، داشت میرفت یه جلسه‌ای که برای سالمندان ایرانی مجانی برنامه اجرا میکنن هر پنجشنبه. و این وقتی که بهش گفتم، گفت ببین من میرم اونجا، بعد از اونجا میام منزل شما، ماشین کجاست؟ گفتم بیرونه تو درایوی. وقتی آمد اینجا دیدم با کراوات و پیرن و شلوار، گفتم آقا نه نمیخوام. گفتم نه من نمیخوام اصلا شما نزدیک این ماشینی بشی، این ماشین کهنه روغنی اینها. باور کنید کراواتشو در آورد، آستینشو زد بالا و رفت زیر ماشین. اومد اینم حالا میگیم، شاید دیگران همین اشکال برای بله. که حمایت از داستانتون بکنم که حقیقته بنده هر مهمونی که میرم دوستان فرصت و غنیمت میدونن و ما و همجور آقای کاووسی، چون احساس اینو داریم که کمک بکنیم دیگه برای ما مهم نیست که الان مهمونیه، الان کچهوارمون کسی میشه، این کارو میکنیم. بفرمایید. بله، ایشون آمد و دست گذاشت دم اگزاز، بعد گفت که این اون کاتال کانورتر به اصطلاح خراب شده، ریخته داخلش و اینها و بله، مشکل خفه میکنه. بله بله، مشکل حل شد. باز جا داره از ایشون تشکر کنید، چون ایشون میگه من نمیدونم چرا ما توی مجلسی که میریم فلان میگه آقای کاووسی این ماشین من ریپ میزنه فلان، ولی به یه دکتر یا یه مهندس نمیگیم آقا مثلا این در من باز و بسته نمیشه، آقا شما که مهندس ساختمونی بیا این در رو درست کن. در صورت صحبتهای آقای کاووسی هم به نوبه خودش شیرینه، ما باید دیگران هم اجازه بدیم صحبت کنن. من خیلی خوشحال شدم که با شما تونستم این ارتباط رو برقرار کنم. آدیو و ویدیو این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هست، روی فیسبوک. فقط با شما اجازه میخوام، چون برای اساسی که من اومدم امروز مهمان شما بودم که باعث افتخار بندم هست،
این بود که یه مسئله خیلی کوچیک، حداقل یه 2-3 دقیقه به من وقت بدین که راجبش مطرح بشه برای جلسات آینده که اگر با هم تونستیم ارتباط برقرار کنیم. و اون اینه که الان جناب آقای رضا پهلوی 38 ساله اون کاری که مردم ازش انتظار دارن انجام نداده، ولی این قضاوتی نیست که من بکنم، چون ما باید ببینیم ایشون مشکلش چیه که نتونسته، یعنی نباید زود قضاوتی کنیم. از طرفی من معتقدم که تنها یکی از دلایلش اینه که جناب رضا پهلوی چه در اختیار خودش باشه چه نه، کسانی دور و برش جمع شدن که اینا که من اسمشون رو میذارم یه سری چاپلوس و اسمای دیگه هم دارن که الان از طریق تلویزیون شما اعلام نمی کنم. متشکرم از اون خندتون. بنابراین من فقط میخوام که هموطنای عزیزم در هر عقیده و اصطلاح خواسته و نمیدونم تیم و حزبی هستن سر جاشه، من به همه احترام میذارم. همونجور که آقای رضا پهلوی چه ایشون بگه چه نگه، الان یه زمانیه که همه باید رأی بدن و آزادی خودشون پی بردن، زمان ناصرالدین شاه دیگه گذشت، ولی چه بهتر که حتی آقای رضا پهلوی هم اینو مطرح کردن که در ایران آینده ما اجازه آزادی صحبت داریم، اینو داریم، اینو داریم. بنابراین وقتی خود آقای رضا پهلوی اینو میگن، من از شما میپرسم ممکنه اینو توضیح بدین که چرا یه مش چاپلوس بادمجون دور قابچی میان اعتراض میکنن؟ برای مثال مگه نه اینکه آقای رضا پهلوی گفتن من آزادی صحبت دارم؟ از ایشون که اجازه من دست ایشون نیست، ولی ما احترام میذاریم که رهبر اپوزیسیون حداقل اینقدر معرفت شعور داره که اینو تصدیق کرده که همه باید آزاد باشن در صحبت. پس وقتی ایشون اعلام کرده، چرا وقتی من یه سوالی رو مطرح میکنم یهو 200 نفر میزنن سر من دریوری میگن؟ و به اون دلیل، چون اول صحبتتون میبینین که به من میگین که چرا تند صحبت میکنی، که در واقع همون فحاشیه. به این دلیل و کسایی، حالا نمیگم شما و هزارها مثل شما که اعتراض به فحاشی من میکنید، آیا رفتید ببینید که اون فیسبوک الکترونیک سیگناله؟ چیزی اصلا نمیره. برید اول بخونید ببینید اونا به من چی گفتن، چه اعتراضی کردن، بعد ببینید که چرا من بهشون فحاشی کردم. آقا شما دو تا سوال کردید، اجازه بدید من پاسخ بدم. اولا من به شما اعتراض نکردم، از شما پرسیدم دلیلتون چیه، این یک. دوم از من پرسیدید که وقتی آقای رضا پهلوی خودش میگه مردم صحبت کنن، چرا بادمجون دور قابچینا؟ قربانت برم، اگه برنامه منو نگاه کرده باشی بارها گفتم من فکر میکنم رضا پهلوی قدرت و توانایی رهبری یه جایی رو نداره، باز فکر میکنم ایشون به مردم توی تلویزیون دروغ میگه و میخواد که اونایی که طرفدارانش هستن به مردم حمله کنن و درست، یعنی این رو من اگه خواستید بهتون نشون میدم. باید نشون ندید. میدونید چرا؟ چون من با شما همه عقیدم. حالا بذارید من حرف شما رو کامل کنم. به دلیل اینکه آقای رضا پهلوی مسئله نیست که توانایی ارزشو داره یا نداره، ایشون تعهد داره، از بچگی اینو یاد گرفته و ما نمیتونیم ازش ایراد بگیریم. منم از بچگی یه چیزی رو یاد گرفتم، همه ما با هم فرق داریم. جناب رضا پهلوی تحت نفوذ مادرشون هستن، خانم فرح دیبا، و ایشون اصلا یکی از ستونهای بزرگ بنیاد العلوی هستن. بنابراین اونقدی که آقای رضا پهلوی علاقه به اون ارگانیزیشن شخصی خصوصی خودشون دارن، به برگزاری یک حکومت به اصطلاح مقتدر و خوب در ایران رو ندارن، و یعنی خیلی راحت ایشون میتونه راه پدر بزرگش رو کپی کنه. حداقل یعنی اگه بنده مدرسه ارزه درس خوندن نداشتم، میافتم بچه هایی که درسشون خوب بود ورقای تستشون رو میگردیم کپی میکردیم، یا سوالا رو از اونا میپرسیدیم. ایشون اگه بخواد ارزش هم داره، از من شما هم بهتر داره، ولی نمیخواد. ولی تنها ایرادی که من از ایشون میگم، آقای من با شما اشکال پیدا کردم. میدونید چه اشکالی؟ شما خودتون سوال میکنید، خودتون جواب میدید، بعد سوالتون با جواب ضد و نقیضه. خودتون از یه طرف چنان میگید که یعنی میشه به این اطمینان کرد و ایشون قدرت به اصطلاح رهبری داره، بلا فاصله توی یک دقیقه نوار موجوده، بعد خودتون نگاه کنید، توی یک دقیقه میگید این از مامان مادرش به اصطلاح فقط باید فرمان ببره. آره، ایشون اجازه نداره، ولی اگه بهش اجازه بدن، خود بنده رو اگه فردا بکنن
چرا باید دنبال کسی برومن؟ آقای برومن چرا باید دنبال کسی بریم که اجازه نداره؟ منم بر عرضشو دارم یه کاری بکنم. ایشون کنترل شده است، ایشونو کنترل میکنن. آقا جانا سخن از زبان ما میگویی، سوال من از شما اینه چرا ما باید دنبال کسی بریم که میدونیم اجازه نداره؟ خب ببینید، من این حرفی که هر روز دارم به همه میزنم که آقا از ایشون بهتر تو تمام ایران فریخته تر باسوادتر باشاهمتر نیست. از طرفی شما برگردین به تاریخ و برگردین 60 سال 70 سال 80 سال، رضا شاه رو تا موقعی که نیامد قدرت به دست بگیره کسی میشناخته؟ نه، اونجوری که تاریخ اصلا اون موقع وسایل ارتباطی نبوده و اینها، ولی اصلا نمیشناختن. ولی ایشون علت که مردم میشناختنش از خودش یه خودی نشون داد. نادرشاه همینطور. خب بنابراین ایشون هم اگه بخواد این کارو میتونه بکنه. وقتی نمیخواد، کسایی که 38 سال تا حالا صبر کردن به نظر من آدمای عقب افتاده‌ای هستن. بسیار ممنونم آقای برومن. من میخواستم با شما 20 تا 30 دقیقه صحبت کنم، ولی شما سخنور خوبی هستید. 44 دقیقه با هم بودیم. امیدوارم در آینده باز با هم گفتگوهای داشته باشیم. توی اون برنامه تلفن رو هم باز کنیم و دوستان بیننده هم بیان و اونها هم نظرات مخالف و موافق رو با من و شما در میون بذارم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. آقای سوربی فقط اندازه 20 ثانیه به من یه فرصت بدید که خودم دفاع کنم. بفرمایید. اون اینه که در فیسبوک اگر بنده فحاشی میکنم، حتی فرمانده نظامی بنده که تو هوا نیروز بودم از ایرواین با من تماس گرفتن، از من خواستن که این کارو نکنم، من گوش ندادم. ارتباط ایشون هم با من برای همیشه قطع شده. ولی میخوام به شما بگم که تا وقتی من مثل یه سگی میمونم که تا وقتی کسی پاشو رو دم به من نذاره، من کاری باش ندارم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، با آقای مهدی برومن بودیم از شمال کالیفرنیا. امیدوارم فرصتی بشه باز هم با ایشون بیشتر و بیشتر بشیم. صفحه فیسبوکشون رو به اسم خودشون میتونید پیدا کنید. داخل اون صفحه سمت چپ، اون صفحه دومی هم که دعوت میکنن از شما برای مبارزه با صدای آمریکا بهشون بپیوندید، اونجا هست. مرسی که با ما بودید و امیدوارم باز هم همدیگه رو ببینیم. سپاسگزارم جناب سوربی. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید تلویزیون مردم هم برنامه داشته باشید، هم میتونید مهمان ما باشید و این روزا باز همون جوری که به دوستمونم گفتیم، داشتن سوشال میدیا یا صفحه‌های مجازی خیلی آسونه، ولی اولین سوالش اینه که چجوری این صفحه ها رو نگه داریم، چجوری اگر ما دنبال هدفی هستیم بتونیم مردم رو دعوت کنیم، مردم رو نگه داریم. و من فکر میکنم اون دوست فرمانده آقای مهدی برومند نصیحت به جایی کرده، چون اگر قرار بود خمینی و اطرافیانش هم به مردم فوش بدن، باور کنید دو نفرم دورشون جمع نمیشدن. ولی نمیخوام بگم کلک بزنید، ولی اون قول و اون وعده و وعیدا و اون صحبتایی که کردن، اونها باعث شد که مردم رو جمع کنن، اون کاری رو که میخواستن، اون هدف رو بهش برسن. دوستان عزیز، با هم بریم به خلیج زیبای فارس و صحبتهای این دوستمون رو بشنویم و امیدوارم که بیشتر از این برنامه ها داشته باشیم. هم دوستی که راجع به خلیج فارس صحبت کرده، هم آقای برومند که سالها در تلویزیون بودن. و خیلی جالبه، من عکس ایشونو که دیدم هی گفتم من ایشونو میشناسم. و میدونید بعد از یه مدت، خب من 20 ساله دارم این کار انجام میدم، دیگه آدم فراموش میکنه با چه کسایی مصاحبه کرده، با چه کسایی مصاحبه نکرده. ولی مطمئن بودم که من با ایشون مصاحبه نکردم و ایشونو یه جایی دیدم، حالا نمیدونستم اونجا تلویزیون آپادانا بوده. یادی هم از آقای ستار دلدار. و اگر بشه جمعه با آقای مهدی ذوالفقاری خواهیم بود تا در رابطه با جبهه ملی صحبت کنن، چون اون روز برای من نوشتن این اسمی که میگی از جبهه ملیه. با هم صحبت‌های این دوستمون رو بشنویم و من یه چند تا عکس و ویدیو هم ایشون فرستاده، قرارم این بود که هر وقت ایشون صحبت میکنه این عکس‌ها رو نشون بدم. حقیقتش ترتیبش رو نمیدونم، حالا ببینیم توی صحبتاشون ایشون اگر بگن ما این عکس‌ها رو نشون بدیم. پس بریم کجا؟ بریم توی این پیام زیبای شماها در تلویزیون مردم. شما هم میتونید خیلی ساده از طریق تلفن، از طریق آدیو پیامتون رو
بفرستید و ما اینجا براتون پخش کنیم همینجوری که الان میشنوید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. بعد از این برنامه و این پیام دوستمون ویدیوی کوتاهی از آقای رضا صفدری ببینید که اون توی یوتیوب نمیتونم بذارم، توی تلویزیون مردم پخش میشه. پایین یوتیوب لینک اون ویدیو رو میذارم، پایین فیسبوک لینک ویدیوی رضا صفدری رو که خانم مستانه شرق گذاشتن براتون میذارم. روز روزگار بر شما خوش. سلامی گرم و درودی داغ تقدیم حضورتان که امیدوارم با آبهای فیروزه‌ای همیشه گرم خلیج فارس هرگز سرد نشود. امروز میخواهم از بیننده محترم شیرازی که از آقای سربی به علت عدم گفتن نام فارس پس از خلیج انتقاد کرده بودند و موجب این گفتار شدن سپاسگزاری کنم. اعتراض این بیننده جناب سربی را به سوی این پرسش برد: مگر عرب‌ها سهمی از خلیج ندارند؟ اجازه فرمایید گفتاری درباره نام این خلیج خدمتتون تقدیم کنم. تا آنجا که خواندم اسکندر اولین کسی بود که پس از بیماری و هنگام بازگشت با کشتی از هندوستان به فارس برای اولین بار بر این آبهایی که از اقیانوس هند و دریای عرب جنوب غرب آسیا را میشکافد نام فارس نهاد. این نام همیشه به همین صورت مورد استفاده جهانیان قرار گرفته. در دوران خلافت عثمانی قسمت شمالی آن که به بصره میرسد به نام خلیج البصره خوانده میشد. این نام همیشه همینطور بوده. اولین کسی که نامش را به عربی تغییر داد مشاور انگلیسی دولت بحرین بود. اقدامی کمکی به سیاست انگلستان به هدف تأسیس و ساختن تفرقه و اختلاف. در آن زمان تمام منطقه جنوبی و غربی خلیج فارس توسط بریتانیا استعمار و به طور رسمی حمایتستان خوانده میشد. این آقا نامش چارلز بلگریو بود که پس از آگهی در روزنامه‌های بریتانیا در نیمه دهه سوم قرن گذشته توسط حاکم آن زمان بحرین شیخ حمد بن عیسی بن علی آل خلیفه برگزیده و استخدام گشت که مشاور مالی باشد و بودجه شیخ نشین را تنظیم کند. این آقا خیلی باهوش بود و طولی نکشید که حاکم فعلی و همکاره بحرین شد و تا اواخر دهه ششم قرن بیستم در این سمت باقی ماند. آقای بلگریو همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید تمام امور بحرین داخلی و خارجی را اداره می کرد و عملا اعتبار سیاسی و فعالیتش بیش از مسئول سیاسی استعمار بریتانیا در بحرین بود. اولین چاه نفت توسط شرکت کالتکس در اواخر دهه سوم قرن گذشته در بحرین به نتیجه رسید و قسمت جنوبی خلیج فارس نفتخیز شناخته شد و این منبع درآمد و گسترش مسائل اداری و مالی موجب گشت آقای بلگریو بیشتر در همه امور دخالت کند و با نفوذتر شود. با مراجعه به صفحه‌های یوتیوب فیلم‌هایی هست که توسط بی بی سی تهیه و مردم بحرین طی قیام‌های متعدد خواهان برکناری این دخالت کننده در امور شیخ نشین شدند. آقای بلگریو مانند تمام مأمورین انگلیسی به هدف‌های استعماری کشور خود بیشتر خدمت کرد و منافع بریتانیا را مهم می‌شمرد و برای ادامه نفوذ بریتانیا فعالیت می‌نمود. انگلیس‌ها عموماً و به علت تاریخ استعماری فریبکار و منافق و درو هستند. دو کتاب خاطرات از این آقا باقی مانده که یکی را به عنوان پرسنل کولوم چاپ کرده و مسائل را وصف و مورد پسند رهبران بحرین شرح داده. در خاطرات دیگر که پس از مرگش منتشر شد از مسائل و رفتار همه انتقاد کردند. به علت مقامش و بحران روابط ایران با بحرین از محرومیت دیدار از ایران و ندیدن آثار تاریخیش اظهار تأسف کرده. یک نمونه دیگر از نفاق ایشان نامی است که برای پسرش که در بحرین دنیا آمده بود نهاد. آن نام حمد بود که نام شیخ حاکم آن زمان بود. هنگام بازنشستگی در انگلستان نام پسر را به جیمز تغییر داد. در سخنرانی های آغاز دوران ریاست رئیس جمهور وقت مصر آقای جمال عبدالناصر نام خلیج را همانطور که در نقشه ها و در مدرسه ها و دانشگاه های مصر و تمام دنیا درس می دادن به نام فارس خواند. اما وقتی هوای ریاست عرب ها به سرش زد برایش سخت بود که وصف گسترش دنیای عرب را از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس بنامد.
او شروع به استفاده از نام خلیج عربی نمود. بعد از آن نقشه های چاپ شده در مصر با نام الخلیج العربی منتشر گشت. این تغییر نام کم کم در کشورهای عربی که اغلب از مصر آموزگار و دبیر و کتابهای درسی وارد می‌کردند منتشر شد. این تغییر نام چند سال پس از استقلال شیخ نشین ها و با پا گرفتن دولت های تازه تأسیس شده در منطقه و به هدف دمیدن روح و شخصیت ملی بیشتر منتشر و مورد استفاده قرار گرفت. اولین ایستگاه تلویزیونی عربستان در برنامه های اخبار انگلیسی که متن آن را از روی نوشته های خبرگزاری های خارجی تهیه می شد تا اواخر دهه 80 قرن گذشته نام خلیج را همونطور که در متن بود خلیج فارس می خواندند. سازمان های استعماری و در رأس آنها انگلستان این دو نامی را برای ایجاد اختلاف و سوء استفاده وسیله آسان و آسان یافتند و جرقش باد دمیدند. هنگام فعالیت در دفتر سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در بیروت در اواخر سال 1972 اقدام به تأسیس بخش عربی کردند که با تشویق و کمک مرحوم آقای جعفریان عملی شد. ایشان با همسفری آقای صفا حائری مدیر دفتر بیروت به قاهره مسافرت و قرارداد همکاری‌هایی با مسئولین رادیو و تلویزیون مصر امضا کردند. جالب این که در اولین ملاقات رئیس دستگاه تبلیغاتی مصر در حضور آقای جعفریان از همکارانش سوال کرد که با چه زبانی میباید با یکدیگر مذاکره کنید. شگفت انگیز شد که مرحوم جعفریان عربی را به خوبی یک عرب سخن میگفت. بدانید ایشان بر زبان انگلیسی مسلط و از فرانسه دکترای علوم اجتماعی داشتند. در بیروت یک گوینده تراز اول سابق رادیوی معروف صوت العرب یعنی صدای عرب مصر در زمان ناصر به نام آقای جمال سنهوری را استخدام کردیم که به تهران و اهواز مسافرت و با آشنایی با کارمندان تنها رادیوی عرب زبان آن وقت ایران آشنا شد. هر روز برنامه گزارش خبری به رادیو اهواز با تلفن فرستاده می شد. به هدف تهیه و گسترش برنامه‌های عربی مدیر سابق رادیوی صوت العرب را به بیروت دعوت کردیم. آقای احمد سعید که در جهان عرب بسیار معروف بود پس از شکست عرب‌ها در جنگ 1967 و جهت تغییر شخصیت‌های معروف که شکست را به عموم یادآوری می‌کردند از کار برکنار شد و برای خود یک شرکت خصوصی تهیه برنامه‌های رادیویی تأسیس نموده بود. در زمان عبدالناصر مصر بیش از 35 ایستگاه رادیو به عربی و بقیه زبانها تبلیغات برش میکردند. یکی از آنها زبان فارسی بود که پس از شکست 1967 تعطیل شد. این در وقتی بود که اغلب کشورهای منطقه یک ایستگاه رادیویی بیش نداشتند. آقای احمد سعید مدیر رادیو صوت العرب بود و بعد به اضافه این مقام در مجلس فرمایشی مصر به نام الاتحاد الاشتراکی نماینده منتخب مردم به حساب می آمد، مجلسی نمایشی مانند بقیه مجلس ها. عبدالناصر همه چیز و هر کس را برای تبلیغ از خودش استخدام می کرد. تعجب نکنی که شخصیتی معروف به میهن پرستی و ملی مانند جمال عبدالناصر مانند بقیه بود و مردم را گله خود می دانست. آری به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. بنا به گفته آقای احمد سعید در دفتر یک وکیل دادگستری کار می کرده و هنگامی که صاحب دفتر وزیر اطلاعات رژیم عبدالناصر می شود تعدادی از کارمندان دفتر وکالت همراه صاحبش به فعالیت در وزارتخانه استخدام می شوند. او صدای بسیار مؤثر و شخصیتی قوی داشت. صدای خواندن تفسیرهای سیاسی احمد سعید و از اون نمونه حمله های مکرر به ایران و انتقاد از نظام شاهنشاهی و شخص شاه در جهان عرب مشهور بود. بدین علت استخدام ایشان هرچند غیر مستقیم به عموم می فهماند که منتقد شماره یک از ایران و شاه به اطاعت در آمده و به طور غیر علنی رام و متاسف شده و این همکاری برای دستگاه سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران یک پیروزی به حساب می آمد. آقای احمد سعید گوینده شماره یک که تا حال دیگری به شهرتش نرسیده در برنامه‌های رادیویی خیلی از الخلیج العربی نام می‌برد و برای مردمش خود را جر می‌داد
و علیه استعمار بریتانیا تحریکشان میکرد. هنگام ملاقات جهت همکاری و پس از گذراندن 3 روز با او، دریافتم که صاحب عقیده سیاسی نیست، بلکه قدرت دارد به بهترین سبک میل و منویات ارباب را اجرا کند و برایش تبلیغ نماید، مانند خواننده ای که از عشق خبری ندارد و عاشق هم نیست، با این حال با خواندن یک آهنگ دل همه را به سوی عشق و عاشقی و معشوق میتپاند، یا به علت شغل سابقش که در وکالت، با آنکه میداند موکلش بیگناه نیست اما از او با حماس دفاع میکند. موضوع نام خلیج العربی برای احمد سعید اصلا مهم نبود و اعتباری هم نداشت. ایشان هنوز زنده و در سن 92 سالگی در قاهره زندگی میکند. از اوایل سال 1960 هنگام اوجگیری اختلافات ایران و مصر، یک شعری را از یک مجله ایرانی بریده و تا هنوز در کتابخانه هم حفظ کردم. این شعر در پاسخ به نامیدن خلیج از فارسی به العربی و حمله به صوت العرب که مدیرش آقای احمد سعید بود به نظم آمده. این قطعه شعر این طور شروع می شد: سلام علی اهل صوت العرب، گروهی چرند و گروهی جلب. اجازه بدهید کمی حاشیه برم. در سال 1987 و هنگامی که جنگ عراق علیه ایران در اوج خود بود و گروه خائن و وطن فروش مجاهدین در عراق رادیوی فارسی زبان دشمن را اداره می کردن، بر وزن همین شعر قطعه نظم کردم که متاسفانه آن را در دست ندارم، اما یاد دارم که بیت اولش این طور شروع می شد: سلام علی اهل بغداد رادیو، گروهی چرند و گروهی ولو. این شعر را همان زمان با پست برایشون فرستادم. بازگردیم به شعر مجله ایرانی سال 1960: سلام علی اهل صوت العرب، گروهی چرند و گروهی جلب. شنیدم که انتم به هذا الخلیج نهادید نام خلیج عرب، و زین کار بیهوده سربست و شاد بکوبید طبل سرور و طرب. و یا ویلکم ایها الجاهلون، از این کار بیهوده یا للعجب. هنیئا مریئا لک یا اخی، هنیئا مریئا خوش باشه، هنیئا مریئا لک یا اخی، چه خواب خوشی دیده ای نصف شب. اگر جان به بازی نیابی نصیب، از این خاک در آن واحد وجب. واحد یعنی یک. حساب شما کاملا باطل است که باشد حساب حسین وهب. هر آن کس که قال چنین گفته ای، به او قل که یا ایها بی ادب. تو را با نبرد دلیران چه کار، ندانی که آلیس ما را نسب. به ترس ای عرب زان زمانی که ما بپوشیم ناگه لباس الغضب. بیاییم تا مرکز القاهره، بکوبیم از شام را تا حلب. سپس شاد و خندان پس از فتح خیش، بنوشیم جامی ز ماء العنب. عنب انگوره. بگیریم هر یک به منقار خیش، منقار یعنی نک، گروهی عرب را که مثل رطب، رطب خرمای نرسیده است. بگیریم هر یک به منقار خیش، گروهی عرب را که مثل رطب. بکوبیم بر طبل جنگاوران، درب دب درب دب درب دب درب. خلاصه اخی صاحب این خلیج، شوی روزگاری ولی از عقب. این اختلاف در تغییر نام یک مسئله سیاسی است که توسط سودجویان و جهت تحریک احساسات عموم به علل گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. اجازه دهید چند خاطره شخصی در همین زمینه تعریف کنم به امید اینکه جالب باشد و این گفتار را روشن‌تر سازد. یک شخصیت سیاسی صفحه اول یکی از این کشورهای نوین در حوزه خلیج فارس، در ماه سپتامبر 1970 پس از استقلال کشورش از بریتانیا جهت ثبت نام و عضویت در سازمان ملل به نیویورک رفته بود. شخصا برایم تعریف کرد. آن زمان تلفن مستقیم بین کشورها نبود و هر گونه ارتباط بین‌المللی میبایست با تماس با تلفنچی انجام شود. او گفت: از تلفنچی هتل خواستم که شماره تلفنی را در کشورم گرفته و به تلفن اتاقم وصل کنم. نام کشورم را دادم. تلفنچی سوال کرد که این کشور کجا شده. بدون اندیشه گفتم: در خلیج. پس از چند دقیقه تلفنچی تماس گرفت و گفت: کشوری به این نام در خلیج مکزیک نیست. در آمریکا تلفظ نام خلیج بدون اشاره به خلیج و نامش مکزیک است. به او گفتم: کشورم در خلیج عربی است. پس از چند دقیقه باز تلفنچی تماس گرفت و گفت: در نقشه ها و لیستمان گشتیم، جایی به نام خلیج عربی نیافتیم.
این مسئول صفحه اول اضافه کرد، آخرش مجبور شدم بگویم کشورم در خلیج فارس است. همین مسئول هنگام ثبت نام و مرز کشورش در سازمان ملل حدود کشورش و موقعیتش را در اسناد رسمی با دو زبان عربی و انگلیسی به نام خلیج فارس نوشته بود. با اشاره به عدم قدرت مغز در درک تناقض‌ها رفتار این مسئول را تحلیل کنیم. در یک وقت جهت کار رسمی بسیار اساسی و مهم مدرکی به نام خلیج فارس تقدیم سازمان ملل می کند، ولی در فشار احساس‌های عاطفی شخصی این حقیقت را انکار می کند و قادر به درک این کمبود و اختلاف و تضادهای مغزی در شعور درونی خیش نیست. منافق و دور بودن خود را هم احساس نمی کند. بیاد بسپارید که تمام کارکنان در سیاست همینطور هستند. تمام کشورهای عرب منطقه موقعیت به وجود جغرافیا و حدود خود را با ذکر خلیج فارس در سازمان ملل ثبت کردند. به اعتراف خودشان جایشان و وجودشان در آبهایی است که به نام خلیج فارس نام گرفته و شناخته می شود. در صفحه های اینترنت نتوانستم به اسناد سازمان ملل دست یابم. از کسانی که در نیویورک هستند خواهش میکنم به کتابخانه سازمان رفته و این موضوع را با ابراز سند برای من روشن سازند. در سال 1973 جهت فعالیت اقتصادی گروهی تازه کار از بریتانیا به منطقه سفر کردند. در آن زمان در لندن وزارتخانه ای بود به نام Overseas Development، توسعه در کشورهای آنور دریاها. هر کس که خواهان فعالیت در هر جایی بود توسط مشاوران آن وزارتخانه راهنمایی میشد. اینان به من گفتند آن وزارتخانه بهشان گوشزد کرده اند در کشورهای عربی خلیج را عربی و در ایران خلیج فارس بنامند. موضوع این است که مغز انسان جهت برآورده شدن هدفهایش بسیار آمادگی برپا ساختن اختلاف و انجام خرابکاری و کشتن دارد و ساختن و بهبودی و خوبی دور است. این صفت مغز جهت ایجاد اختلاف مورد استفاده نیروهای استعماری قرار می گیرد، وگرنه به حال یک انسان معمولی چه فرقی می کند که با چه نام این آقا را بشناسند؟ کسی امکان تغییر جریان و انتقال آن به جیب و یا سرزمین خود را ندارد. قدرتی هم وجود ندارد که خلیج و یا کشورش را از کنارش جابجا کند. در مقابل ایران هرگز اقدام به تغییر نام دریای عمان مثلا به دریای کرمان نکرد و یا دریای عرب را به نام دریای عجم یا فارس نخواند. این یک نام تاریخی است و نام قدیمی با رسمیت شناخته شده از طرف دنیا. به همین صورت نام شط العرب را جهت تحریک ایرانیان یک مسئله ملی ننمود، با اینکه در گذشته نامش اروندرود ذکر شده. اگر قرار باشد که نامها را بنا به میل به هر ملتی تغییر دهیم، ایران هم شاید مایل باشد مثلا کویت را گوشه و بحرین را مرواریدستان و سعودی را اسلامستان بخواند. آیا چنین تغییر نامها اقدامی عاقلانه است؟ متاسفانه کشورهای عربی نتوانستند از غل زنجیر استعمار آزاد شوند. اکنون که ایران بعد از دو سه قرن برای اولین بار خوب یابد به سیاستی مستقل دست یافته، رابطش با همسایه‌های عرب هر روز به بهانه‌ای به وخامت می‌رود. این وضع فقط به سود بیگانگان است و توسطشان تحریک و اجرا می‌شود. رشته روابط میان ایران و همسایه‌هایش تاریخی و عمیق می‌باشد و توسعه آن سودمندتر از روابط با نیروهای استعماری است. لیکن سیاست بر اساس منطق و عقل کار نمی‌کند. منافع اربابان دنیا قدرت و ادامه نفوذشان در محک است. در زمان شاه تمام منطقه زیر نفوذ غربی ها بود و مدت کوتاهی روابط ظاهری با ایران خوب و خلیج فارس منطقه آرام خوانده می شد. اگر عقل و برنامه ریزی و سودمندی در ترازوی سیاست بود، حتما ایران و همه کشورهای حوزه خلیج فارس گام های بزرگتری جهت منافع ملی و منطقه‌ای برمی داشتند و با همکاری اقتصادی و همبستگی با یکدیگر ملت ها را به پیشرفت و رفاه می رساندن. وانگاه هرگز مثل خردسالان با تغییر نام جهت پاشیدن و کاشتن تخم معیارهای توخالی و بی ارزش اختلاف ایجاد نکرده و ثروت خیش را برای خرید اسلحه به جیب استعمار نمی ریختن. تا عرض قسمت دوم این بحث درباره نام خلیج فارس، برای تندرستی و موفقیت همیشگی دارم. شاد باشید.